حاجی گفت مگه مسئول وضع کنونی ننه حسنه؟ نتیجه مستقیم کار اونه که ما رو به این روز نشونده. اشتباه نکنید، اگر رضا خان بود از اونای دیگه هم بدتر میکرد. مگه همینا که حالا سر کارن پادوی اون نبودن؟ چرا راه رو دور میرید؟ استادای اون الان اینجا هستن. خودش هم آلت بود، مسخره بود. یه مرتیکه حمال بود که خودش رو فروخته بود، بار خودش رو تا آخرین دقیقه بست و شام 30 شبش رو هم کنار گذاشت. به ریش ملت هم خندید و با اون رسوایی دک شد. حالا هر کدوم از تخم ترکه‌هاش میتونن تا 100 پشت دیگه با پول ملت گدا گشنه توی 7 اقلیم معلق وارو بزنن. اون وقت اینجور اختزا میکرد. اون موقع اگر خود رضا شاه هم بود، حالا از طرفداران 7 خط دموکراسی بود و به بدبختی ملت سیل خون گریه میکرد. او بود که راه دزدی رو به مردم یاد داد. آقای میخچیان گفت آخر نمیشه منکر شد که آبادی هایی هم کرد، قشونی درست کرد. من گمان میکنم این هم سیاست خارجی بود که خواستند آبروی همه کارهای ناقصی هم که از دست ما برمیومد به باد بدن. حاجی آقا گفت به، شما گمان میکنید که هر اقدامی میشد برای رفاه حال مردم و یا آبادی مملکت بود؟ فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات عالیه می‌رسید و اجرا می‌کردن. باقیش رو هم که از اربابش دستور می‌گرفت. خودش نمی‌دونست چی کار می‌کنه. اگر هم می‌خواست نمی‌تونست. حالا هم دیر نشده. بگذارید قشون متفقین پاش رو از دروازه‌های تهران بیرون بگذاره. اون وقت هر کدوم از این نظامی‌های سوم شهریوری برای خودشون یک رضاخانه. فقط امثال سرتیپ الله وردی خان باید برای اون دوره زبان بگیرن. آدم های مثل این مرتی که برای یک پیاز سر می برن. چطور می تونن جوان های ما رو تربیت بکنن؟ برید ببینید چه دستگاهی به هم زده. پولش با پارو بالا میره. تا دیروز شپش توی جیبش چارقاب می زد. یک مشت دزد بی سر و پا رو سر این مملکت هنو کار ما رو به اینجا کشوندن. خب متفقین محترم، باز خدا پدرشان را بیامرزد. با ما خوشرفتاری میکنند. مردم چه میخواند؟ نان و آب میخواند. حاجی دستمالش را برداشته و دماغش را محکم میگیرد. آقای میخچیان میگوید بنده میخواستم از لحاظ منافع میهنی بگم. حاجی که چانه اش گرم شده بود حرفش را برید. گفت من رگو هستم. برای همین توی زندگی عقب افتادم. وطن برای شماها سنگ و کلوخه. اما باید اول آدمهاش رو نجات داد. من تو همون دوره هم میگفتم از کسی واهمه نداشتم. کت خدای شهر که مرغابی باشد، در آن شهر چه رسوایی باشد. یک نفر قلتشن را آوردند، هستی و نیستی خودشان را به دستش سپردند و یک دسته رجاله هم دورش را هی گرفتند و هی خوشرخصی کردند و سینه زدند و دومش را توی بشخاب گذاشتند تا ما را به دین روز نشان. کیومرس بمیره چند بار رضا خان احضارم کرد و تکلیف کرد که شغل وزارت رو قبول کنم. من شانه خالی کردم چون نتیجهش را می دانستم. آخر منم سرم تو حساب بود. درسته که خاک تو چشم مردم پاشید، خانه های مردم رو خراب کرد، املاک منو تو مازندران غصب کرد، اما مگر راه آهن را برای من شما کشید؟ با پول مردم کشید، اما دستورش را از کی؟ از اربابش گرفته بود. مگر نتیجهش را نمی بینید؟ آخر من وارد سیاستم. می دانم از کجا آب می خورد. مردم دین و ناموس و دارایی خودشان را از دست دادن. مگر نباید بچه ما بعد از ما توی این آب و خاک زندگی بکنه؟ آیدی سرشار نفت دوره شاه شهید خدا بیامرز نبود، اما مردم بهتر زندگی می کردن. این نابغه همش توی مرغدانی شکار میکرد. ایالتی که خلع سلاح شده بودند توی شکمشان مسلسل میبست. اما چرا آرارت را مشعشعانه از دست داد؟ چرا در اختلاف سرحدی افغان به ریشش خندیدند و در باب کشتیرانی فرات تو دهنی خورد؟ چرا جزیره بحرین را نتوانست پس بگیرد؟ آنجا توپوزی خورد چون امر به خودش گفته شده بود.
اما برای تمدید قرارداد نفت که تا حالا یک مادهش هم اجرا نشده جشن گرفت و مردم را رقصاند. ما نظام نداشتیم، ادای قشون را در آورده بودیم. تازه با آن همه آهن و توپ که مانور می دادن، افسرهاش سه شب گشنگی می خوردن. آن وقت توی شلوغی جنگ می خواست آذوقه به افراد برساند. سوم شهریور خودم تانکچی دولت را بیرون دروازه شاب‌العظیم دیدم که از مخزن تانک به اتومبیل فراری بنزین می فروخت. آن وقت اینا می خواستن از جان و مال و حیثیت ما دفاع بکنن. نظامی ما تا سربازه توسری میخوره، همین که درجه گرفت توسری میزنه و میدزده و دیگر شمر جلودارش نیست. این معنی قشونه. یا اون وکلای پست خائن جاسوس نماینده بنده و شما که مثلا میخواستن نماینده من و شما باشن. آقای میخچیان گفت راستی حاجی آقا، شنیدم کاندید وکالت هستید. حاجی آقا گفت بله آقا، به اصرار ملت، به اصرار مردم. آقای میخچیان گفت 5000 تا رأی، ملتفت باشید، نمیگم 50000 تا پیش ما دارید، نه، حقیقتا اگر شما قبول وکالت بکنید که باعث افتخار ماست، به نفع ملته، بالاخره ما هم نمایندهی در مجلس لازم داریم. حاجی آقا گفت خدا به شما توفیق بده، یک دنیا سپاسگزارم. از مراهم رفقای مهربانی که شامل حالم میشه سر تا پا خجلم، نمیدانم به چه زبان تشکر بکنم. راستی تو بازار از جنگ چی میگن؟ میخچیان به حالت تأثر به حاجی نگاه کرد و گفت شنیدم که روسها جلوی آلمانها رو گرفتن. حاجی خواست بخندد اما نتوانست. گفت من توی فیلم دیدم قشون آلمان مثل آهن و فولاد روینتنه، مگر کسی میتونه جلوش رو بگیره؟ با خدا دادگان ستیز مکن که خدا داده را خدا داده. برعکس آلمان ها انقدر از روس ها کشتند که خودشان رحمشان گرفته. همش تقصیر استالینه، مسلسل برداشته همه اهالی مملکتش رو مثل گله گوسفند جلو کرده و میفرسته جلو توپ. دیگه توی روسیه آدم نمونده، همه کشته شدن. خب آلمان ها هم مسلمانند، دلرحیمند، با خودشون میگن چرا اینقدر این بیچاره ها رو بکشیم، خدا رو خوش نمیاد. آبدهانش رو فرو داد، گفت دیروز یک مسافر از سلماس آمده بود، نقل میکرد که 2 هفته پیش هواپیمای آلمانی آمده بود روی شهر. بعد مردم دیدند که از توی هواپیما قوطی‌های بالدار میاد به طرف خونشون. اول ترسیدن که مبادا بمب باشه، همین که درش رو باز کردن فکرش رو بکنید مثلا چی اون تو بوده؟ قوطی‌های سیلابی و جگرک که بسیار هم ممتاز بودن که توی دهن آب میشدن، نه از این سیرابی های اینجا، اما همه شسته و تمیز. روی قوطی نوشته بود پاینده باد ایران، چو ایران نباشه تن من مباد. این هدیه ناقابل را به ایرانیان عزیزم تقدیم میکنم. امضا هیتلر. من قوطیش رو دیدم. خب هیتلر از اون علاقه که به ایران داره میخواد دشمنهای ما رو بیرون کنه. روس‌ها جلوی هدیه آلمان‌ها رو گرفتن، اما به شما قول میدم تا 1-2 هفته دیگه یک نفر روسی برای نمونه زنده نیست. این هم نتیجه رژیم بلشویگه. قصه نخورید، من از منابع موثق خبر دارم. همین روس‌ها آلمان‌های خودمون هم وارد تهران میشن. من یک گاو دادم پروار کنن که جلو پای هیتلر قربانی کنن. خب اجالتم باید کجدار و مریض و بعد دوباره اخ 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 کرد و گفت مراد. مراد سراسیمه از دالان آمد، گفت بله قربان. حاجی گفت امروز ناهار چی داریم؟ گفت قربان آش داریم. حاجی گفت تو اندرون بگو که ناهارشون رو بخورن، منتظر من نباشن، خودت هم میری دم سقاخونه پیش زلفلی بهش میگی 5 تا سیخ جیگرک ممتاز خوب واسه من کنار بذاره.
اون وقت سر زور خبرت میکنم، میری اونها رو با نعنا و ترخون میگیری و میاری. فهمیدی؟ مراد گفت بله قربان. مراد رفت، حاجی سینش را صاف کرد و میخچیان قلیان را به حاجی تعارف کرد. او هم گرفت و مشغول کشیدن شد. در این وقت آدم نوکر مآبی با لباس شیک از در وارد شد و به حاجی سلام کرد. حاجی گفت سلام علیکم محسن خان، مدتی که خدمت آقای مقام الوزاره، ببخشید آقای دوام الوزاره نرسیدم، احوالشون چطوره؟ محسن خان گفت اگر اجازه بدهید الان شرفیاب می شوند. حاجی گفت به روی چشم، خواهش می کنم. محسن خان بیرون رفت و پشت سرش آقای دوام الوزاره وارد هشتی شد. حاجی نیمه خیز بلند شد و سلام آبداری کرد. گفت به به، خیلی مشرف فرمودید. میخچیان و زامسقی بلند شدند، اما منادی الحق سر جایش نشسته بود. حاجی جای میخچیان را به دوام الوزاره تعارف کرد. بعد از خداحافظی به میخچیان وعده داد که به وسیله تلفن معامله را قطع خواهد کرد. آنها که رفتند رو کرد به دوام الوزاره. گفت بنده را سرفراز فرمودید. مدت هاست که خدمتتان نرسیدم. حالتان چطور است؟ میدانید که آن موضوع را درست کردم. اگر خدمتتان نرسیدم به علت کسالت بود. فردا میرم مریض خونه. دوام الوزاره متوحش گفت بنده در شب نشینی سفارت چین متوجه شدم. فرمودید کسالت جزئی دارید. تصور کردم تا حالا رفع شده. آیا آنقدر مهم بوده که کار به مریض خانه کشیده؟ حاجی گفت بله، اینها همه از بدبختیه. درد بیدواست. میان خودمان باشد، این حکیم فرنگی ماب ها هم چیزی سرشان نمی شود. راستی من اعتقادی بهشان ندارم. پارسال اول بهار غفلت شد، یادم رفت که به عادت هر سال حجامت بکنم و آب شاهتره و کاسنی بخورم. اینه که پیش خودم میگم شاید از گرمی باشه. از مسافرت اصفهان که برگشتم خیلی تکیده شده. هرچی تقویت کردم دیگر رو نیامدم. هول و تکان، بدی راه. بالاخره یک روز صبح که از خواب پا شدم گلاب به روی شما، اول تصور کردم که بواسیره یا نواسیره. خب خیلی ها به این مرض ها دوچارن و از پا در نمیان، اما نمیدانید چه درد و عذابی دارد. خدا نصیب کافر نکند. هرچی دوا درمان کردیم خنکی خوردیم، انگار نه انگار. دیگر به اصرار رفقا خدا به آقای جبار سلطان توفیق بده، منو بردن پیش جالینوس الحکما. منو تو مریض خونه خوابوند، معاینه کرد و همش به بنده قوت قلب داد که چیزی نیست و کار نیم ساعته. خونه که برگشتیم استخاره کردم، بد اومد. اینه که چندین ماهه، اما حالا دیگه تصمیم گرفتم هرچه باد آباد. دوام الوزاره گفت بنده با آقای جالینوس الحکما دوست قدیمی هستم، مخصوصا سفارش شما رو خواهم کرد. از آقای رئیس الوزرا هم توصیه میگیرم بفرمایید اگر مزاحم شدم مرخص بشم. حاجی دستمال رو برداشت و فین محکمی کرد. گفت به سر خودتان قسم، خیر خیر، برعکس با جناب علی که گفتگو میکنم، اگر تمام غمهای دنیا رو داشته باشم فراموش میکنم. لطف و مرحمت دارید. دوام الوزاره بعد از تعارف نگاه کنجکاوانه‌ای به منادی الحق کرد و گفت این که بنده مزاحم شدم، مقصودم اول احوال پرسی و بعد هم تشکر از اقدامات اخیر جناب عالی راجع به سرهنگ بلند پرواز بود. اجمالاً خدمتتان عرض میکنم که بعد از قضایای شهریور آقای سرهنگ بلند پرواز به طرز بسیار آبرومندی با نهایت خونسردی و متانت سربازان وظیفه را در لرستان خلع سلاح و تسلیم قوای متفقین کرد و به این وسیله از خونریزی بیهوده جلوگیری شد. البته در چنین مواقعی به طوری شیرازه امور از هم گسیخته است که فرصت تحویل منظم اسلحه به مرکز میسر نمی شود و گویا مهمات به دست الوار افتاده.
اگرچه در مقابل صندوق‌ها اسلحه و مهمات که شبانه مرتب میان صحرا می‌گذارند تا به دست بویر احمدی و قشقایی بیفتد، البته این چند قبض تفنگ در تضمین استقلال آینده ما تأثیری نخواهد داشت، ولی کار از دیگر. دلیل واضح این که یک ماه بعد سرهنگ بلند پرواز به مقام سرتیپی ارتقا یافت و به اخذ مدال درجه اول نظام مفتخر شد، همچنین تقدیرنامه هایی هم برایش صادر گردید، رفتار ایشان به قدری مورد پسند مقامات عالیه ایران بود و متفقین هم واقع شد که میجر به انتقال ایشان به مرکز مخالفت ورزید و آن موضوع تهمت اختلاس و قلع و قمع اشرار که البته خاطر محترمتان هست به کلی منتفی شد. آقا دموکراسی خوب چیزیست. حیفه که ما قدرش رو نمیدونستیم. در اون دوره قدر و منزلت خادم و خائن به میهن رو تمیز نمیدادن. حاجی هم با سر تصدیق کرد. گفت همیشه من هم همین را گفتم. آقای دوام الوزاره گفت باری در اطراف لطف بیپایانی که درباره سرتیب مبذول فرموده بودید، حالا بنده از طرف مشارالیه مأمورم هدیه ناقابلی که برایتان فرستادند فردا به توسط گماشته تقدیم بدارم. حاجی نگاه تندی به منادی الحق انداخت و گفت بنده را غرق دریای خجالت فرمودید. هر چند تا کنون زیر بار چنین تکلیف شاقی نرفتم و چیزی از کسی نپذیرفتم، ولی از آنجایی که عدم قبول بنده ممکنه باعث رنجش بشه و گمان کنند که ولیکن بنده فردا در مریضخونه خواهم بود. دوام الوزاره گفت به طوری که توضیح فرمودید عمل مختصری است که قابل بحث نمی باشد. بنده همانجا شرفیاب خواهم شد و در خدمتتان به منزل برمیگردم. در همین لحظه مراد از در وارد شد و در دالان رفت. حاجی آقا قیافش شکفت. گفت خدا از دهنتان بشنوه. من هر وقت به فکرش میفتم چندشم میشه. فکرش رو بکنید که با این سن و سال نمیدانم امشب خوابم ببره یا نه. اما امروز میخوام تا ممکنه خودم رو مشغول بکنم که یادم بره. شاید هم که در اثر ناخوشیه. آیا هر کس ناخوش میشه اینطور فکر میکنه؟ امروز به همه کس حسرت میبرم. حتی یک مگس را هم که میبینم وقتی که فکر هول و هراس فردا را میکنم آرزو میکنم که کاشکی جای اون بودم. زندگی چیز عجیبیه. مثل یک کنه به ما چسبیده و ولکن هم نیست. چرا؟ نمیدانم. این جانورها روز به روز زندگی میکنن و به فکر فردا نیستن. چیزی را احتکار نمیکنن و توقعی هم ندارن. اما زندگی به آنها چسبیده. یادم بچه که بودم جلوی خونمون یک بچه گربه رفت زیر گاری و کمرش شکست. ازش خون میچکید و ونگ میزد. با پنجه هایش توی گل کوچه خودش را می کشان. معلوم نبود به کی التماس می کرد، اما حسابی درد می کشید. پیدا بود که می خواست از خودش، از جسمش که به او چسبیده بگریزد و سرنوشتش را عوض بکند. اما می خواست زنده هم بماند. نمی دانست که زندگی چیه، اما تنش او را ول نمی کرد. دردش به دنبالش می آمد و نمی خواست که او بمیرد. دوام الوزاره گفت بله صحیح است، اما بشر آنقدر که از نیستی میترسد از مرگ نمیترسد و برای بقای وجود خودش است که متوجه عوالم معنوی و شؤونات اجتماعی شده است. کسانی هستند که به امید زندگی ابدی با رضا و رغبت مرگ را استقبال میکنند. حاجی دماغش را گرفت و دستش که آلوده شده بود با دامن عبایش پاک کرد. گفت من هیچ وقت به این فکرها نیفتادم. ناخوشی افکار آدم رو عوض میکنه. مثل شراب مستی مخصوصی داره و همین بده. چیزهای معمولی که هر روز میدیدیم حالا جور دیگری به نظر میاد. امروز آقای میخچیان که پهلویم نشسته بود از نگاهاش چیزهایی دستگیرم میشد. فرق آدم با حیوان اینه که آدم قبل از اینکه کمر زیر گاری بشکنه التماس میکنه و از زندگی گدایی میکنه.
قبل از اینکه زخم برداره زخمش رو حس میکنه و مثل گربه ناله میکشه. صحبتش رو نکنیم. آقای دوام الوزره گفت آقا چیزی نیست که من تا به حال 3 بار عمل جراحی کردم و یک کلیه‌ام رو در آوردم. میدانم فکرش آدم رو اذیت میکند، آن هم دفعه اول، ولی عمل شما از ختنه هم آسون تره. اون هم شخصی مثل آقای جالینوس الحکما که در واقع اعجاز میکند و این عمل برایش مثل آب خوردن میمونه. حاجی گفت بله، صحبتش رو نکنیم. خب از دنیا چه خبر؟ دوام الوزاره گفت بله، مطلب قابل عرضی نیست. همین وضع مخشوشی که ملاحظه می‌فرمایید، افسار گسیختگی عمومی و پریشان حالی افکار. معروف است که در دوره ظهور حضرت همه شؤونات مادی و معنوی رو به انحطاط می‌رود. حال به رأی العین مشاهده می‌کنیم فساد اخلاقی و اجتماعی در زندگی ما ریشه دوانده. آقا من اعتقادم از این جوانان فرنگ رفته هم سلب شده. پری روز به دیدن پسر عموی خودم آقازاده آقای سیمین و دواد که تازه از اروپا وارد شده بود رفته بودم، چیزهایی میگفت و عقایدی اظهار میداشت که در حقیقت بنده متأثر شدم. حاجی شتاب زده گفت از جنگ چی تعریف میکرد؟ دوام الوزاره گفت در حقیقت بنده عصبانی شدم که سؤالی تازه راجع به جنگ هم نکرد. این جوانان چشم و گوش بستند، می روند خارج و فقط زواهر آنجا را می بینند و اینها آنها را می فریبند. وقتی که به آب و خاک آب و اجدادی خودشان برمی گردند، یک نفر بیگانه هستند. حکایت زاغی است که خواست روش کبک را بیاموزد و راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. حاجی با دل پر سرش را تکان داد و گفت مثل آقا کوچیک خودمان. من میفهمم که جنابالی چی میگید. خب معقوله پیش از این که فرنگ بره جوانی بود و سری به راه پایی به راه. حالا یک الوات قمارباز از آب در اومده، قباحت هم سرش نمیشه، جلو من سوت میزد، سیگار میکشید و از صبح تا شام جلوی آینه خودش رو بزک میکرد و یک سگ توله هم به دنبالش راه مینداخت و میرفت توی رقاصخونه و یک سگ توله هم به دنبالش را می انداخت و می رفت توی رقاصخونه. خب وظیفه پدریه، منم برای این که تنبیه بشه از ارث محرومش کردم. اما منکر مهر پدر و فرزندی که نمیشه شد. دلم میخواست پیش از این که برم مریض خونه ببینمش، اما روی هم رفته فرنگ بد چیزیه. دوام الوزاره تصدیق کرد، گفت بله، فایدهش چیست؟ روی هم رفته افکار انقلابی، وطن پرستی، کاذب و عادات نکوهوده با خودشان سوغات می آورند. خدا رحم کنند. آقا این جوان که می گفتیم قبل از حرکت به فرنگ بسیار محجوب و پایبند آداب و سنن میهنش بود. حالا شده یک آدم وقیح که به تمام مقدسات ملی ما توهین می کند. مثلا می گفت این سرزمین روی نقشه جغرافی لکه حیز است. هوایش سوزان و غبارآلود و زمینش نجاست بار است. آبش نجاست مایه و موجوداتش فاسد و ناقص الخلقه. مردمش هم وافوری، از خودرازی، قضا و قدری، مرده پرست، مافنگی، متملق و جاسوس و شاه حسینی و بلا نسبت شما بواسیری هستند. حاجی به حالت عصبانی گفت این جوان کافر شده، باید از آن بغل گوشش بخوانند و توبه کنند. آقای سیمین و دواد عقیده شما چیه؟ گفت آقا هیچ، مرد بیحالیست، این که چیزی نیست، حرفهایی میزند که مو به تن آدم سیخ میشود. میگفت فساد نژاد ما از بچه و پیر و جوانش پیداست. همه ما ادای زندگی رو در آوردیم، کاشکی ادا بود، به زندگی دهنکجی کرد. اگرچه به قدر اولاغ چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را باهوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه آسا ظهور بکند و گند ما را پاک کند.
20 سال دلقک‌های رضاخان تو سرمان زدند، حالا هم صدایمان در نمی‌آید و همان گربه‌های مردنی را جلویمان می‌رقصانند. این هوش ما در هیچ یک از شؤون فرهنگی یا علمی و یا اجتماعی بروز نکرده است. هنرمان لوله هنگ، سازمان وز و وز جگرخراش، فلسفه من مباحثه در شکیات و سهویات و خوراک من جگرک است. نه ذوق، نه هنر، نه شادی، همش دزدی، کلاهبرداری و روزخانی. ما در حال تعفن و تجزیه هستیم. از صوفی و درویش و پیر و جوان و کاسبکار و گدا همه منتر پول و مقام هستیم. آن هم به طرز بی‌شرمانه وقیع. مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز یا حقیقتی پایبند باشند، مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را می‌دهند. دوره ما دوره تحقیر و اخوتوف است. خیلی چیزهای دیگر هم می‌گفت که اینجا وطن دزدها و قاچاقچی‌ها و زندان مردمانش است. هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپون بیاندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش میبارد. زمامداران امروز ما دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را به آب زمزم و کوثر هم نمیشود شست. ما در چاهک دنیا داریم زندگی میکنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت میلولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم. و مضحک آنجاست که تصور میکنیم بهترین زندگی رو ما داریم. حالا حاجی آقا ملاحظه میکند که مبانی اخلاقی و معنوی تا چه اندازه متزلزل شده. شاید حق به جانب رضا شاه بود که اغلب جوانان فرنگ رفته را در زندان میانداخت. این حرف ها بوی خون، بوی انقلاب میدهد، عاقبت خوبی ندارد. حاجی آقا عدسه کرد. دوام الوزاره گفت عافیت باشد. بله، مقصودم این بود که در اخلاق آنها سخت گیری نشده. همه جوانان ما بدبین هستند، جز چند نفر که الحمدلله فرنگ در آنها سوء اثر نبخشیده و هنوز آداب آبا اجدادی خود را فراموش نکردند و سرشان تو حساب و کتاب است. بقیه هم بی اعتقادند. احترام کوچک و بزرگ ور افتاد. ایمان به زعمای قوم سوس شده. من گمان میکنم که جامعه ما سیر قهقرایی میکند و اگر اقدام فوری مخصوصا از لحاظ معنوی و اخلاقی نشود به طرف پرتگاه نیستی خواهیم رفت. حاجی آقا گفت عقیده شما را کاملا تقدیس میکنم. بله، من هم اینها را قدیم حس کرده بودم. ما محتاج به اقدام فوری و تقویت روحی و اخلاقی هستیم. به همین مناسبت عده کثیری بنده را نامزد وکالت کردند. اگرچه خودم هنوز تصمیم نگرفتم، خودتان تصدیق هم می‌فرمایید که این شغل برازنده مقام بنده نیست. اما بنده فکر کردم حالا که مصالح عالیه کشور در خطره باید با تمام قوا مجهز شد. بعد هم وظیفه وجدانی و اخلاقی هر فرد میهن پرسته به علاوه چشم امید مردم به امثال ماست. دوام الوزاره توف حاجی را از روی صورتش پاک کرد و گفت من از صمیم قلب این فکر را تبریک میگویم. رفقایم شاهدند. من همیشه گفتم که حاجی شخص جسور و با تصمیم است. حیف که از دخالت در امور دولت خودداری میکنه. حقیقتاً باعث افتخار ملت است که در چنین موقع هرج و مرجی اشخاصی مانند جنابعالی چنین وظیفه خطیری را به عهده بگیرند. در گوشی میگوید آیا حاضرید که با آقای سلسله جنبان کنار بیایید؟ حاجی میگوید من ارادت غایبانه خدمت ایشان دارم. از جان و دل حاضرم، ولی که چیزی که هست بنده 135,000 رأی دارم. میشنوید 135,000 رأی ثابت مسلم. آیا ایشان تا چه حدی میتوانند، یعنی استطاعت دارند؟ آقای دوام الوزاره میگوید بنده امروز با ایشان مذاکره خواهم کرد و نتیجهش را عرض میکنم.
راستی تقاضای کوچکی از حضرت عالی داشتم. آقای ذوالفضائل که از اشخاص با نفوذ است و نظر خاصی به جناب عالی دارد مایلند نائب آستانه قدس بشوند. البته تا حدی زمینه را حاضر کردند، ولی از لحاظ تسریع میخواستم استدعا کنم، در صورتی که حاجی به دقت گوش داد و با لحن مطمئنی گفت: دیگر تمام شد، از قول من به ایشان سلام برسانید و بگید که چمدانهای سفرشان را ببندند. دیگر حرفش را نزنید، با مقامات مربوط صحبت خواهم کرد. آقای دوام الوزاره گفت حاضر است که در حدود 12 تا هم تقدیم بکنند. حاجی گفت اختیار دارید، تصدیق بفرمایید که بی‌انصافی است. این مبلغ نصف درآمد خالص و مشروع یک ماهی آنجاست. اما با اشکالات فنی که در پیشه خودتان بهتر می دانید، بنده هم از سهم خودم چشم می پوشم و چون شما پادر میانی کردید با 38 تا تمام می کنیم. آقای دوام الوزاره گفت گمان می کنم که مقدور نباشد، شاید تا 20 تا حاضر باشد. حاجی گفت خودتان می دانید که آقای تاجل متکلمین که نامزد این شغل است حاضرن خیلی بیشتر از اینها بپردازن. محض خاطر جنابالی بنده با 25 تا تمام میکنم، اما به شرطی که این دفعه همش اسکناس 100 تومانی باشد، چون شمردنش آسان تر است. آقای دوام الوزاره گفت حقیقتا بنده نمیدانم به شکرانه این مرحمت به چه زبانی تشکر خودم را. حاجی یهو گفت به به چه عجب، آقای مزلقانی نیم ساعت پیش ذکر خیر شما بود، مدتی است که خدمتتان نرسیدیم. آقای دوام الوزاره را که می شناسید. مزلقانی گفت افتخار آشنایی ایشان را دارم، گویا همینجا در محضر حضرت عالی به این فیض عظما نائل شدم. دوست صمیمی خودم آقای خیزران نژاد را معرفی میکنم. بعد از سلام و تعارف حاجی قلیان را برداشت، پک زد و مراد را صدا کرد و قلیان را که از حال رفته بود فرستاد در اندرون تازه کند. مزلقانی گفت با آقای خیزران نژاد از این نزدیکی می‌گذشتم. اجازه بدهید ایشان را خدمتتان معرفی بکنم. پسر مرحوم شوکت الوعزین و یکی از جوانان بی‌آلایش پرشور و آزادی خواه. در دوره رضاشاه به جرم جعل اکاذیب زندانی بود. بله، در خدمتتان بودم، دیدم حیف است که ایشان از درک فیض حضورتان بهره‌مند نشود. این بود که بر مقام جسارت برآمدم. حاجی حرفش را برید و گفت اختیار دارید، مشرف فرمودید. مزلقانی با قیافه متأثر گفت خدا بد ندهد، هنوز کسالتتان رفت نشده؟ حاجی گفت بله، آن هم چه مرضی. مزلقانی گفت بفرمایید از دست بنده اگر کاری ساخته است. حاجی گفت خیلی متشکرم، فردا میرم مریض خونه. دوام الوزاره برخاست و گفت از زیارت جنابالی که سیر نمی شدم. با آقای سلسله جنبان راجع به آن موضوع مذاکره خواهم کرد و فردا خدمتتان خواهم رسید. سایه عالی مستدام. حاجی جا به جا شد، گفت مرحمت عالی زیاد. بعد حاجی مزلقانی را آورد کنار خودش، نشاند و جا برای رفیقش خیزران نژاد باز شد و گفت خب آقای مزلقانی از دنیا چه خبر؟ من از منابع موثق شنیدم که روس‌ها جلوی آلمان را گرفتن. مزلقانی گفت اینها پروپاگاندهای سیاسی هستند، نمی‌شود بدون قید و شرط باور کرد. اگرچه دیشب پای رادیو بودم، به قول محافل نیمه صلاحیت دار تقریبا همه جبهه‌ها متوقف است. حاجی گفت شاید از حقه‌های جنگی آلمانه، آن قشونی که من توی فیلم دیدم بزرگترین لشکر هم نمیتونه جلوش رو بگیره، اون وقت روس و انگلیس میخوان جلوی اونا رو بگیرن. حاجی خواست بخندد اما نتوانست، گفت که میگن توی جهنم مارهایی است که آدم پناه به اژدها میبره. خب باز هم انگلیس، اما این شمالی ها چی میگن؟ مگر بدون تاجر و سرمایه هم چرخ دنیا میچرخه؟ از قدیم گفتن که دنیا به بازرگان،
آباده. اگر تجارت نباشه و داد ستد به خوابه، بنیه اقتصادی کشور از میان میره. آقا این هم رژیم شد که از صبح تا شام مردم رو بی خود و بی جهت بکشن و به کشتن بدن. مگر با سرنوشت هم میشه جنگی؟ هرچه نصیبه است نه کم میدهند، ور نستانی به ستم میدهند. از اول دنیا اینطور بوده که یکی از گشنگی بمیره، یکی از سیری بترکه. این همه پیغمبر و حکیم اومدن، همه همین رو تصدیق کردند. اگر جلوی مرگ رو میشه گرفت، قوانین جامعه را هم میشه عوض کرد. اوف اوف. خب آلمان برای یک منظور و حقیقت عالی میجنگه، اما یکی نیست بپرسه اینا برای چی میجنگن. همش میگن کارگر و این بیچاره ها رو به کشتن میرن. من اصلا دستم نمک نداره. برید از رعیت هام بپرسید. اینقدر که من با اونها خوش سلوکی میکنم، به طوری که منو میپرستن، استالین با کارگرهاش نمیکنه. با دست سقف هشتی رو نشون میده و میگه 40 ساله که این تار عنکبوت رو بالای سرم میبینم. یک مرتبه به مراد نگفتم که مرتیکه قرمسا این چیه، اینو پاکش کن. حالا من بدم یا اونایی که دم از منافع رنجبر میزنن؟ حاجی فین محکمی میان دستمال کرد و گفت اوف اوف. میدونید چرا قیمت اجناس بالا رفته؟ تقصیر تجار بیچاره چی هستن؟ 10 میلیون زن و بچه روسی از ترس آلمان ها گریختن اومدن تو آذربایجان، تقاضا کردن که تبعه ایران بشن. اما به عقیده من دولت نباید به تقاضای اونا ترتیب اثر بده. فردا که آلمان ها اومدن چی جوابشون رو بدیم؟ قصه نخورید، در هر صورت چند روز دیگه آلمان ها توی تهرانن. پس پریشب در انجمن ارواحیان ایران بودم، روح حاضر میکرد. روح مرحوم حاجی میرزا آقاسی حاضر شد. اون که دروغ نمیگه. پرسیدم جنگ را کی میبرد؟ جواب داد باد به بیدق هیتلر میوزد. ببینید چه جمله قشنگی. خب او هم سیاستمدار و هم ادیب بزرگی بوده. من میترسم زیر عمل برم و آلمانی های خودمان را توی تهران نبینم. مزلقانی گفت انشالله با هم گل نثار قدوم هیتلر خواهیم کرد. حاجی نگاه تحسن آمیزی به مزلقانی انداخت، گفت از اوضاع سیاسی داخلی و سیاست داخلی و بازار چه خبر؟ مزلقانی گفت دیروز بعضی از این روزنامه های معلوم الحال به محتکلین دارو حمله کرده بودند. حاجی گفت آقا اینا پول از مقامات خارجی گرفتن، میخوان اقتصادیات مملکت را متزلزل بکنن، میخوان ما رو به طرف ورشکستگی بکشونن. آقا از من به شما نصیحت، از شمالی ها برحذر باشید. همه ی روزنامه چی ها که با وجدان نیستن. حالا از خودتون میپرسم گناه تاجر چی؟ اگر یک آلوی کرمویی تو خیک دولت نیست، چرا خودش داروها رو داره حراج میکنه؟ اون وقت گناه رو به گردن خریدار میندازه. دولت خودش دزده و ملت رو میچاپه، اون وقت دو قرط و نیمش هم باقیه. یک مش عاجزی گدا گشنه رو اسمش رو ملت گذاشته. کو دلسوز؟ چرا فقط از تجار توقع دارن؟ آیا قشون ما قشونه؟ مالیه ما مالیه است؟ عدلیه ما عدلیه است؟ و چیزهای دیگرمون مثل جاهای دیگه است؟ به شطور گفتن چرا شاشت از پسه؟ گفت چه چیزم مثل کسه؟ اون وقت ادعایشان آدم را می کشد. این مردمی را که به این آسانی سالهاست همان گولها را مرتب می خورند، مضحک اینجاست که خودشان را باهوشترین مردم دنیا هم می دارند. این هم یک جور تبلیغ سیاسی است برای اینکه ما را به همین حال نگه دارند. کدام شاهکاری هستیم؟ نابغش اعلی حضرت پهلوی بود. یک دکمه یک سوزن را نمی توانیم بسازیم، اما همه مشروبات فرنگی را سر 3 روز درست کردیم. هی سرکه شیره را رنگ کردیم و توی شیشه چپاندیم و به به گفتیم. ما تقلب و دزدی و سنبلکاری را با هوش اشتباه گرفتیم. کدام صنعت، کدام علم؟ این همه دکتر داریم، باز کسی سرش درد بگیرد اگر علاقه به زندگی داشته باشد باید برود فرنگستان.
همین ناخوشی من اگر دکتر حسابی داشتیم با یک دوا آن را خوب میکرد. من این همه سوزن زدم، فردا باید بروم مریض خانه، جانم را زیر کارد دکتر مندازم. دعوای نفت که پیش آمد با وجود این همه دکتر حقوق مستشار فرنگی آوردیم. همیشه این ملت چشم براه یک قلتشنه که بیاد و تو سرش بزنه. چند بار کنار کوچه ها درخت کاشتیم و کندیم، چند بار ادای فرنگی ها رو در آوردیم و نشد. از زمان شاه شهید خدا بیامرز شاگرد به فرنگستون فرستادیم و این هم حال روزمونه. اما ژاپن که خیلی بعد از ما به این فراست افتاد، حالا کسی نیست بهش بگه بالای چشت ابروز. حاجی دستمال را برداشت و فین محکمی گرفت، گفت اصلا خاک مرده توی این مملکت پاشیدن. همه منتظر بودن که بعد از دموکراسی روزنامه ها از مضرات فساد اخلاق و دیکتاتوری و تشویق به صلح و دین و آیین بنویسن. حالا همش با دعوت به هرج و مرج توطئه اجنبی پرستی ورق پاره های خودشون رو پر میکنن و میرن دست مملکت. البته حقیقت تلخه، اما باید اذعان داشته باشیم که نژادمان فاسد شده. نه علم نه هنر. از هر ملتی که لذیذترین خوراکش جگره چی میشه توقع داشت؟ هوا و زمین و آبمان پر از کثافت و مکروباته. باور کنید که ما داریم تو چاهک دنیا زندگی میکنیم و مثل کرم تو هم میدونیم. زمامدارانمان همه دزد و دغل و رشوه خورن. بله دیگه، منتظر چی هستیم؟ قدیم اعیان بابا ننه داشتن، علاقه به خاک و آبشان داشتن، اما حالا هر کسی رو که میبینی، هر دیزی پزی میخواد وکیل بشه تا بهتر مردم رو بچاپ و بعد بره خارج زندگی کنه. خیزران نژاد وارد بحث شد، گفت حاجی آقا تصدیق بفرمایید که همه اینا تقصیر خودمانه که میدونیم و هیچ اقدامی نمیکنیم. همین بیعلاقگی و نمیدانم کارهایی که جلوی هر اقدام سودمندی رو گرفته، همینا. هر کس میگوید به من چه، هر کس میخواهد در میان این هرج و مرج و بخور و بچاپ به بهانه این که از نان خوردن نیفتیم گلیم خودش رو از آب بیرون بکشن و دست به اصلاحات اساسی نمیزنن. آخر تعادل و توازنی گفتند، هیچ جای دنیا مثل اینجا شترگاف بلنگ. از یک طرف دسته انگوش شماری قصرهای آسمان خراش با آخرین وسایل آسایش دارند و حتی کاغذ استنجای خودشان را از نیویورک وارد می کنند. از طرف دیگر اکثریت مردم بیچیز و ناخوش و گرسنه که با شرایط ماقبل تاریخی زندگی می کنند و کار می کنند و می خزند. مگر ممالک اروپا از روز اول آباد بوده یا مردمش همینطوری که الان بودند بودند؟ یا در تمام دوره تاریخ ایران یک نفر آدم حسابی ما نداشتیم؟ پس اروپاییان زمامداران با علاقه‌ای داشتن و دلسوزی کردن و کار را از پیش بردن، در صورتی که صدها سال است که ما همش دلدوزی و جاسوسی و دغله کردیم و حرف صد تا یک غاز زدیم و ملت را در فقر و فشار نگه داشتیم و هنوز هم مشغولیم. باید دید آیا تمام این خرابی ها تقصیر ملت است. هر ملتی مربی لازم دارد، راهنمایی لازم دارد. همین ایران که زمام اشرف افغان مردم روحیه خود را باخته بودند و صد نفر از جلوی تیغ دشمن می گذشتند و صدا از کسی در نمی آمد، چطور شد که شخصی مثل نادرشاه پیدا شد و با همان مردم هندوستان را فتح کرد؟ مقصودم قلدر و نکره پرستی نیست. هر دوره یک چیز را اختزام می کند. نه شخصی مثل رضا شاه که آلت دست سیاست خارجی با دست خودمان تو سر خودمان می زد. وقتی که رئیسی مملکتش را دزدید و وکیل و وزیر و معاون اداره و رئیس شهربانی هم دزدیدند، آن وقت چه توقعی بیجاست که از مشهدی حسن بقال داشته باشیم و تعجب بکنیم که میوه‌اش را میگنداند و دور میریزد اما حاضر نیست که به قیمت ارزان بفروشد؟ همه اینها
مثل زنجیر به هم بستگی دارد. یا باید اصلاح اساسی بشود و یا غصه خوری برای مادران باردار و جمع کردن اعانه برای فقرا فقط خودنمایی بیشرمانه است. صحبت کار ما را به جایی نمی کشند. یا باید تغییرات اساسی داد مثل همه جای دنیا که کردند و نتیجهش را دیدند، و یا باید به ننگین ترین طرزی نابود شد. من به جز انقلاب چاره دیگری سراغ ندارم. حاجی سینه‌اش را صاف کرد، عرق روی پیشانیش را پاک کرد و حرفش را پس گرفت. گفت بله، منم اغراق کردم، اما شخصا من با رولوسیون مخالفم. غلطه، خونریزیه، اما ما میخوایم به وسیله اولوسیون پیشرفت کنیم. خیزران نژاد گفت از این حرف ها زیاد میزنن که ما در دوره ترانزیسیون واقع شدیم و بعد اولوسیون خواهیم کرد، و این چه دوره ایست که برای ما تمامی ندارد؟ هزار سال است که ما را در دوره ترانزیسیون گیر انداختن. بروید ممالک دیگر را ببینید و مقایسه بکنید که از خیلی جهات از ما عقب افتاده بودند، چه در اقتصاد، چه در سابقه فرهنگی، و امروز باید به ما درس بدهند. با الفاظ و اصطلاحات برای ما لالایی درست کردند. سالهاست که امتحان خودمان را دادیم، هم استبداد داشتیم، هم مشروطه، هم آزادی داشتیم، هم دیکتاتوری، و نتیجهش این است که میبینید بدون رودرواسی شخص لایق هم نداریم. همه امتحان خودشان را دادن. برعکس، من معتقدم که باید خونریزی بشود، به درک که تر و خشک با هم بسوزن. صدها سال است که در اینجا جنگ و یا انقلاب ملی به تمام معنی نشده. مردم همیشه زیر چکمه استبداد و دیکتاتوری مرعوب و خفه شدن و رمقشان رفته. از این جهت به خون خودشان زیاد اهمیت میدهند و از رنگ خون میترسند، در صورتی که در روز هزاران هزار از آنها را با پنبه سر میبرند. حال که مملکت محکوم به مرگ است، اقلا باید اجازه این تکان را به او داد. شاید بتوان یوغ اربابهایش را تکان بدهد و سرنوشت خود را تعیین بکند. تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. حاجی سگرمایش را در هم کشید. گفت انقلابی که به کمک و پشتیبانی خارجی انجام بگیره چه نتیجه ای داره؟ آقای خیزران نژاد گفت همه انقلابهای دنیا متکی به خودش نبوده. مردم گدا و گرسنه چه وسیله‌ای برای دفاع دارن؟ تمام زور و پول به دست طبقه حاکمه که از مردم توقع اطاعت محض دارن تا بی درد سر آنچه را که میخورد هضم بکنه. مردم هم ناچار هستن موقع را بسنجد و زیان خود را در نظر بگیرد و کمکی جستجو بکنند. آمریکا در جنگ استقلال خود کمک از فرانسه می گرفت و فرانسه از انگلیس، و همینطور ادامه دارد. این هیئت حاکمه همه جور امتحان خودش را داده. نه شخصیتی داریم و نه وسیله‌ای. اگر مردم اینجا دزد و حمال و چاقوکش هست، در اثر تربیت زمامدارنش به این مرحله رسیده است. همین است که هست. اما رجاله هایی که به او حکومت می کنند هیچ برتری به او ندارند. یا حالا باید تکان بخورد و یا هیچ وقت. حاجی با قیافه گرفته گفت آقای خیزران نشاد، خیلی تون نرید. از آن علاقه ایست که به شما دارم. شما جوان و پرحرارت هستید. من هم روزی از این حرف ها می زدم. من خودم فرزند انقلابم. دوره مشروطه من یکی از سرجنبان ها بودم. ستارخان و باقرخان را کی به تهران آورد؟ من خودم تخم آزادی خواهی و دموکراسی ام. اما امروز عقیده‌ام عوض شده. در هر کاری احتیاط لازمه. روسیه هم انقلاب کرد. چه نتیجه ای گرفت؟ همه مردمش از بین رفتن. هیتلر هم تمام خاکش را اشغال کرد، رفت پی کارش. دوره رضا شاه هم یک جور انقلاب بود. انقلاب که شاخ و دوم نداره. اما آیا به نفع ملت ایران تمام شد؟ حاجی حرفش را عوض کرد. گفت راستی ببخشید، این ناخوشی بی پیر پدر آدمو در میاره. آقای منادی الحق از شعرای حساس و جوان معاصر رو خدمتتون معرفی میکنه. به طرف منادی الحق اشاره کرد.
آقای مزلقانی سردبیر روزنامه کثیرالانتشار دبه اکبر و آقای خیزران نژاد که افتخار آشنایی ایشان را پیدا کردند. منادی الحق چرتش پاره شد. مزلقانی پا شد، تعظیمی به طرف منادی الحق کرد و گفت ذکر خیر ایشان را شنیده بودم. به قدری ایشان محبوب و گوشه‌نشین هستند که مثل سیمرغ و کیمیا اسمشون همه جا هست و خودشون رو کسی نمیبینه. نمیدانم حاجی آقا با چه افسونی توانسته ایشان را تسخیر بکنید. خوشبختانه به درک حضورشان مفتخر شدن. آقای منادی الحق اثر تازه چه در دست دارید؟ روزنامه ما را مفتخر نمیفرمایید؟ منادی الحق گفت چیز قابلی ندارم. حاجی گفت امروز بنده مخصوصا برای امر مهمی احضارشان کرده بودم، متاسفانه تا حالا فرصت نشد. منادی الحق گفت از فرمایشات آقایان استفاده میکردم. حاجی گفت آقای مزلقانی به شما توصیه میکنم که از اشعار آقا غافل نباشید و در روزنامه خودتان آن را درج کنید. یک نقاش زبردست هم میشناسم، آقای زرین چنگال، که عیناً اخلاق منادی الحق را دارد و کمتر در جامعه ارزندام می کند. آقا تابلوی از روی من ساخته که با خودم مو نمی زنه. می تونید از کارهای ایشون هم استفاده کنید. مزلقانی پیروزمندانه دستش را بلند کرد. گفت بنده پیشنهاد می کنم که عکس حضرت عالی مقصود کلیشه همین تابلوست. در روزنامه دربه اکبر چاپ بشود و شرح حالی هم از شما به مناسبت انتخابات زیر عنوان پدر دموکراسی در صفحه اول روزنامه درج کنید. حاجی گفت آقای مزلقانی ما را خجالت می دهید. مزلقانی گفت اختیار دارید، بنده از صمیم قلب عرض می کنم. باید ملت نوابق خودش را بشناسد. بنده فقط برای کسب اجازه آمدم. به علاوه اعلانی که دستور داده بودید رونویسش را تهیه کردم. از ساعه از لحاظتان می گذرانم. اگر مناسب است به همین شکل چاپ شود. کاغذی از جیب خود در آورد و خوان. گفت آقای حاج ابو تراب از خانواده های اصیل ایرانی که در دامن زهد و تقوا پرورش یافته و مبارزات اجتماعی و فداکاری های آزادی خواهانه ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست، بنا به خواهش گروه بیشماری از میهن پرستان و آزادی خواهان نامزد وکالت می باشند و ضمناً متعهد می شوند که در اولین فرصت جاده 14 محصوم را برای رفاه حال هموطنان عزیز آسفالت بکنند. انتخاب ایشان را به تمام روشنفکران و آزادی خواهان توصیه میکنیم. لذا از عموم علاقمندان تمنا میشود وجوهی که به منظور آسفالت جاده 14 معصوم جمع‌آوری میشود به حساب شماره فلان بانک ملی بپردازند. حاجی متأثر شد. گفت زبان بنده از تشکر مراهم سرکار الکنه، اما قدرت قلم هم در این جور جاها معلوم میشه. اینن مثل رفیق مرحوم ابوی است. مزلقانی گفت بنده از ساحت مقدستان تقاضایی داشتم. حاجی مشکوک گفت اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید. مزلقانی گفت حال که خلوص نیت و مقام ارادت چاکر را درک فرمودید، ممکن است استدعای عاجزانه‌ای بکنم که با وزیر محترم خارجه راجع به بنده مذاکره بفرمایید تا در صورت امکان بنده را در سفارت ایران مقیم واشنگتن از ترس اینکه حاجی نفهمد تصحیح کرد، یعنی ینگی دنیا، به عنوان وابسته ویژه نامزد بکند. البته سعی خواهم کرد که رضایت خاطر مقامات عالیه را به خود جلب بکنه. حاجی که بدگمان بود و تصور تقاضای مالی میکرد راحت شد. گفت اختیار دارید، شما بیش از اینها حق به گردن مخلص دارید. وابسته ویژه؟ نکنه که از لغتهای تخمی فرهنگستان باشه؟ اگرچه خودم عضو فرهنگستانم، اما زبانم بر نمیگرده که این لغتها رو بگم و معنیش رو هم نمیدونم. ما بودیم و یک زبان، آن را هم سیاست خراب کرد. به هر حال من درست نمیفهمم، یعنی وزیر مختار ینگی امام.
مزلقانی گفت خیر قربان، شغل بسیار ناچیزی در سفارت ایران مقیم واشنگتن در آمریکاست که هیچ مسئولیتی ندارد. حاجی دماغ پرصدایی گرفت، گفت من صلاح نمیدانم. شما اقلن با این سابقه روزنامه نگاری و معلومات باید وزیر فرهنگ و یا وزیر مختار بشوید تا مسئولیتتان به صفر برسد. مسئولیت کدامه؟ مگر شما فرد این جامعه نیستید؟ مگر شما گمان میکنید وزیر مختار ایران غیر از اینکه هارت و پورت و خنده ساختگی و کرنش بکنه و زبان چرم و نرم داشته باشه و به شب نشینی ها و مهمانی ها بره و همیشه از کار زیاد و بدی آب و هوا بناله و با مقامات خارجی گاب بندی بکنه و به کار ایرانی های مقیم خارجه گرانه بندازه و با پاسپورت و ورقه تابعیت بفروشه و اجناس قاچاق خرید و فروش بکنه مسئولیت دیگه ای هم داره؟ مزلقانی گفت راستش را میخواهید بنده جاه طلب نیستم و چون از راه قلم سرمایه ناچیزی در آمریکا اندوختم، خیال دارم زیر سایه جنابالی تجارتخانه قالی ایرانی در آنجا تأسیس بکنم که ضمناً تبلیغی هم برای صنایع میهنی در آمریکا شده باشد. اجالتان در کلاس اکابر مشغول خواندن زبان انگلیسی هم هستم. باری منظورم این است که به این وسیله خرج سفر نپردازم و مجبور نشوم که این سنار سشایی را به این و آن رشوه بدم. مقصود عنوان رسمی و گذرنامه سیاسی است. حاجی با قیافه متأثر گفت فکر شما را از ته دل تقدیس می کنم. حالا فهمیدم که حقیقتاً مرد کار و عمل هستی. مطمئن باشید هرچه از دستم بر بیاید کوتاهی نخواهم کرد. اما اگر میخواهید به آمریکا برید چرا زبان انگلیسی میخوانید؟ مزلقانی گفت ممکن است در راه احتیاج پیدا کنم، وگرنه زبان آمریکایی را به خوبی میدانم. حاجی گفت باریکلا باریکلا، به شما تبریک میگم که معنی زندگی رو خوب فهمیدید. به نسل جوان امیدوار شدم. دیگر کارتان نباشد، فقط اسم شهر را روی کاغذ بنویسید و به من بدهید که فراموش نکنم. فردا اگر از زیر دست دکتر زنده جستم بیرون، سعی خواهم کرد که اشکالات را برطرف بکنم. بالاخره منم برای این ورم فتح مجبورم سفری به امریکا بروم. بی خود عمرمان به بتالت گذشت. دیگر صحبتش را نکنیم. این مملکت کارش چیزی نمی شود. آینه و حلواش را جلو جلو بردند. برای تشییع جنازش آنهای دیگری هستند. همین شعر و منقل و بافور و خیال بافی و مقاله نویسی و افکار انقلابی و های و هوی کار ما را به اینجا کشانده. امروز مرد کار میخواهیم. آقا از ما بشنوید، کار ما تمامه. من هم اگر سن شما را داشتم تا حالا رفته بودم. آلودگی های زندگی منو پابند کرد. اینجا قبرستون هوش و استعداده. اقلن برید دنیا رو ببینید، خودش غنیمته. حاجی این جمله رو با لحن اندوهناکی گفت. بعد دست کرد ساعت طلای بزرگی از جیب جلیزقش در آورد و نگاه کرد و گفت مراد. مراد از سوی دالان آمد. گفت بله قربان. گفت الان میری دنبال حجت الشریعه، من کار واجبی باهاش دارم، هر جا بود پیدا کن و بیارش. گفت چشم. مراد به عجله از در بیرون رفت. مزلقانی کاغذی به دست حاجی داد و با خیزران نژاد بلند شدن اجازه مرخصی گرفتن و گفتن مرخص می فرمایید. حاجی گفت قربان محبت سرکار، راجع به این موضوع کار تمام شد، دیگر فکرش را نکنید. نمره حساب بانک را به شما تلفن می کنن. مزلقانی گفت سایه عالی مستدا، باز هم خدمت خواهم رسید. آنها از در بیرون رفتند و حاجی نیمخیز بلند شد و نشست. در حالتی که خسته و عصبانی به نظر می آمد رو کرد به منادی الحق و گفت آقا خیلی ببخشید، خودتان که ملاحظه کردید این همه دردسر. اخ اخ، اگر اجازه می دید با شما مشورتی بکنم. شنیدم که شما قصیده های عالی می سازید. گفت بنده در تمام عمرم قصیده نگفتم. گفت خب مقصود شعره، قصیده یا تصنیف فرقی نمی کنه. می دانید که من عضو تمام محافل ادبی هستم. بیشتر عمرم صرف علم و ادب شده. پیش آخوند ملا کاظم درس شعر خواندم.
اگر فرصت داشتم 10 تا دیوان شعر میگفتم. اما امروز روز اینجور تفریحات به درد مردم نمیخورد. حالا با داشتن این همه گرفتاری و بعد هم این ناخوشی، گمان میکنم که فرصت نداشته باشم شعری بگویم. از طرف دیگر چون قول دادم در یکی از مجالس ادبی قصیده‌ای راجع به دموکراسی بخوانم، اینه که از شما خواهشمندم اگر ممکنه شعری چیزی راجع به دموکراسی بگویید. البته این خدمت را فراموش نخواهم کرد. میدانید حالا دموکراسی مد شده. یک وقت بود شعرا مداحی شاه و اعیان و بزرگان را میکردن. برای من هم که خیلی ها شعر گفتن. لابد شما هم طبع خودتان را در این زمینه آزموده اید. حالا دیگر مد عوض شده. البته شعر هم یک جور اظهار محبت است. میخوام بگم امروز عوض شاعر ما محتاج به مرد کار هستیم که 7 در را به 1 دیگ محتاج بکنه. اما خب برای فرمالیته بد نیست، مخصوصا که دوره انتخاباته و در این دوره تأثیر داره. اینم که خواستم با شما خلوت بکنم، البته اجرتان پامال نمیشه ها، حواسم به این چیزها بود و گفتم اگر لطف کنید این کار را انجام دهید. شاعر گفت گمان میکنم سوء تفاهمی رخ داده. به آن معنی که شما شعر میخواهید از عهده بنده خارج است. حاجی گفت شگست نفسی میفرمایید. برای شما کاری نداره. من خیلی از شعرهای معاصر رو میشناسم. اگر لب تر کرده بودم حالا سر و دست میشکستند. اما از تعریفهایی که مقام ادبی شما بود و از آن شنیدم و میدانستم آدم گوشه نشین و محتاج به معرفی و پشتیبانی هستید، این بود که شما را در نظر گرفتم. شاعر گفت شما اشتباه میکنید. من احتیاجی به معرفی و ارزندام ندارم. از کسی هم تا حالا صدقه نخواستم. برای شما شعر بیمعنی بلکه مضر است و شاعر گداست. فقط دوست‌ها و سردمداران و گردنگیرها و قاچاق‌ها و عاقل و باهوشمند و کار آنها در جامعه می‌گویید ارزش دارد، ولی بقیه را به حساب نمی‌آورید. حاجی که منتظر این جواب نبود از جا در رفت و زبانش به لکنت افتاد. گفت شما هم عضو همین جامعه هستید، گیرم دزد بی عرضه. منادی الحق حرفش را برید. گفت حق با شماست. در این محیط پست و رجال پسند که شما رجل برجسته آن هستید و زندگی را مطابق حرص و طمع و پستی ها و حماقت خودتان درست کردید و از آن حمایت میکنید، من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمیتوانم منشأ اثر باشم. وجودم عاطل و باطل است، چون شاعرهای شما هم باید مثل خودتان باشند. اما افتخار میکنم در این چاهک خلا که به قول خودتان درست کردید و همه چیز با سنگدوزها و طرارها و جاسوسها سنجیده میشود و لغات مفهوم و معانی خود را گم کرده، در این چاهک هیچ کارم. توی این چاهک فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت بشوید. این چاهک به شما ارزانی، اما من محکومم که از گند شماها خفه بشوم. آیا شاعر گدا و متملق است؟ یا شماها که دائما دنبال جامعه موسموس میکنید و کلاه مردم را برمیدارید و به وسیله عوام فریبی از آنها گدایی میکنید؟ حاجی از روی بی‌حوصلگی گفت اوه، شعر که برای مردم آب و نان نمیشه، قابلی نداره. از صبح تا شام مدح همین دوزها رو میگید و با گردن کش پشت در اتاقشان انتظار میکشید که شعرتان را بخوانید، وصله بگیرید. حاجی از حرف خود پشیمان شد. گفت اجازه بدهید مقصودم، که منادی الحق گفت مقصودتان شعرای گدای پست مثل خودتان است، اما قضاوت شعر و شاعر به تو نیامده حاجی. شما و امثالتان موجودات احمقی هستید که میخورید و آروغ میزنید و میدوزید و میخوابید و بچه پس میاندازید. بعد هم میمیرید و فراموش میشوید. حالا هم از ترس مرگ و نیستی مقامی برای خودت قائل شدی.
هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر برای تبرئه این قافله گمنام که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و جماع کردند و فقط قازورات از خودشان به یادگار گذاشتند به زندگی آنها معنی بدهد، به آنها حق موجودیت بدهد. آنچه که بشر جستجو می کند دزد و گردنگیر و کلاش نیست، چون بشر برای زندگی خودش معنی لازم دارد. یعنی یک فردوسی کافی است که وجود میلیون ها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او میگیرید و به او افتخار میکنید. اما حال که علم و هنر و فرهنگ از این سرزمین رخت بربسته، معلوم میشود فقط دزدی و جاسوسی و پستی به این زندگی معنی و ارزش میدهد. حق با شماست که به این ملت فوش می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصاً لختش می کنید. اگر ملت غیرت داشت، امثال شما را سربنیز کرده بود. ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و حاجی وحشت زده خودش را جمع کرد و پرید وسط حرف منادی الحق و گفت حرف دهنت را بفهم. به من جسارت می کنی؟ از دهن سگ دریا نجس نمی شه. من 70 ساله که توی این محله به نامم، مردم امانتشان را پیش من میگذارند، زنشان را به من میسپرند. تا حالا کسی؟ منادی الحق گفت 70 سال است که مردم را گول زدی، چاپیدی و به ریششان خندیدی. آن وقت پولهای دزدی را بردی کلاه شرعی سرش بگذاری، دور سنگ سیاه لیلی کردی، 70 تا ریگ انداختی و گوسفند کشتی. این نمایش تمام فداکاری توست. اما چرا مردم پولشان را به تو می سپرند؟ برای این است که پول پول را می کشد. از صبح زود مثل عنکبوت تار می تنی، دزدها و گردنگیرها و قاچاقچیها را به سوی خودت می کشی. کارت کلاهبرداری و شیادی است. گمان می کنی که پشت در پشت و نسل به نسل به این ننگ ادامه خواهی داد؟ منادی الحق خنده عصبانی کرد. گفت اشتباه است. اگر تا یک نسل دیگر سرنوشت این مردم به دست شما باشد، نابود خواهند شد. شماها عامل بدبختی این مردم هستید. اگر دور خودتان دیوار چین هم بکشید، دنیا به سرعت عوض می شود. شماها کبک وار سر خودتان را زیر برف کردید. بر فرض که ما نشان ندهیم که حق حیات داریم، دیگران به آسانی جای ما را خواهند گرفت. آن وقت خداحافظ حاجی آقا و بساتش. اما آسوده باش، آن وقت تخم و ترکت هم توی همین گوری که برای همه میکنی به درک واصل میشود. اگر با پولت به خارجه هم فرار کنی، حالا محض مصلحت روزگار تو رویت لبخند میزنند، اما فردا بجز اخ و توف و اردنگ چیزی عایدت نمیشود و همه جا مجبوری مثل گربه کمر شکسته این ننگ را به دنبال خودتو نسلت بکشند. حاجی گفت خجالت بکش، خفه شو. منادی الحق گفت وقتی که آدم سر چاهک ساخته ی حاجی آقاها نشسته، از مگس‌های آنجا خجالت نمی‌کشه. موجوداتی قابل احترام هستند که کارشان به اینجا نکشیده باشه. رنگ حاجی آقا مثل شاتوت شده بود. به تربت مرحوم ابوی قسم، اگر زمان شاه شهید بود این را گفت و گفت اوف اوف. منادی الحق گفت پدرت هم مثل خودت دزد بوده، آدمی زاده که لخت و اور به دنیا می آید و همونطور هم می میرد. هر کس پول جمع کرده یا خودش دزد است و یا وارث دزد، اما تو دو ضربه می زنی. چشمهای حاجی مثل کاسه خون شد. گفت حالا دارم به مضرات دموکراسی پی می برم. میفهمم که تو دوره رضاخان معقول تأمین جانی و مالی داشتیم. پسره بی حیا، پاشو گم شو. صدای منادی الحق می لرزید. گفت برو همگونه کسافت، تو داری نفس از ما تحت می کشی. همه حواست توی مسترا و آشپزخونه و رخت خوابه. اون وقت می خوای وکیل این ملت هم بشی تا بهتر بتونی که به خاک سیاهشون بنشونی؟ دستپاچه آینده تولید مثلهات هستی تا ریخت منحوست به مردمان آتیه هم تحمیل بشه.
میخوای بعد از خودت در این هشتی باز بماند و باز هم یک نفر با شهوت و تقلب و بیشرمی خودت اینجا بنشیند و گوش مردمان آینده را ببرد. تو وجودت دشنام به بشریت است. نباید هم که معنی شعر را بدانی. اگر میدانستی غریب بود. تو هیچ وقت در زندگی زیبایی نداشتی و ندیدی و اگر هم دیدی سرت نشده. یک چشمنداز زیبا هرگز تو را نگرفته. یک صورت قشنگ یا موسیقی دلنواز تو را تکان نداده و کلام موزون و فکر عالی هرگز به قلبت اثر نکرده. تو تنها اسیر شکم و زیر شکمت هستی. هرس میزنی که این زندگی ننگین که داری در زمان و مکانی طولانی تر بکنی. از کرم از خوک هم پستری. تو پستی را با شیر مادرت مکیدی. کدام خوک جان و مال هم جنس خودش را به بازیچه گرفته یا پول آنها را اندوخته و یا خوراک و دوای آنها را احتکار کرده؟ تو خون هزاران بیگناه را از صبح تا شام مثل زالو مکیدی و کیف میکنی و اسم خودت را سیاستمدار و اعیان گذاشتی. این محیط پست لنگین هم امثال تو را میپسندن و از تو تقویت میکنند و قوانین جهنمی این اجتماع فقط برای دفاع از منافع خوکهای جهنمی افسار گسیختهی مثل تو درست شده و میدان اسب تازی را به شما داده است. توف به محیطی که تو را پرورش کرده. اگر لیاقت اخو توف را داشته باشد، به قدر یک خوک، به قدر یک میکروب طاعون در دنیا زندگی تو معنی ندارد. هر روزی که 3-4 هزار تومان بیشتر دزدیدی آن روز را جشن میگیری. با وجودی که روبه مرگی و از درد داری پیش و تاب میخوری، باز هم دست بردار نیستی. طرفداری از دموکراسی میکنی برای اینکه دوا و غذای مردم را احتکار بکنی. حتی اگر از احتکار واجبی هم رو برگردان نیستی. میدانی توبه گرگ مرگ است. آسوده باش، من دیگر حرف شاعری را طلاق دادم. بزرگترین و عالی‌ترین شعر در زندگی من از بین بردن تو امثال توست که 100,000 نفر را محکوم به مرگ و بدبختی می‌کنی و رجز می‌خوانی. گورکن‌های بی‌شرف. حاجی رنگش کبود شده بود و ماتش برده بود به طوری که درد ناخوشی خود را حس نمی‌کرد. منادی الحق بلند شد، در کوچه را محکم به هم زد و رفت. حاجی با صدای خفه گفت: آقای مراد، هوار به دادم برسید. مثل این بود که انعکاس صدای خودش را شنید. همه جا ساکت بود. وحشت کرد. دوباره گفت: کیه اینجا؟ این مرتیکه قصد سوء قصد داره. بعد خاموش شد. دستمال را برداشت و دماغش را گرفت. چند دقیقه گذشت. در باز شد و مراد و حجت الشریعه با ریش و رنگ و حنا بسته، چشمهای وردریده، عمامه سرمه‌ای و عبای شتری کهنه وارد شد و سلام غلیظی کرد. گفت: صبح بخیر. حاجی تکیه و عصایش کرد. بلند شد و نفس بزرگی کشید. گفت: علیکم السلام. آقای حجت دیر آمدید. از خطر بزرگی جستم. این مرتیکه شاعر اگر زمان شاه شهید بود میدادم گوش و دماغش را میکندند. دور بازار میگرداندند تا عبرت دیگران بشوند. آزادی شده، دموکراسی شده. برای اینکه این مرتیکه پدرسوخته بی سر و پا به مرحوم ابوی اساعی ادب بکنه، تا حالا به یاد ندارم که اینطور به من جسارت شده باشه. آقا فکرش را بکنید. به من میگه این مملکت مثل چاهک خلاص و آدمهایی مثل شما مگس اونها هستن. مراد گوشت رو باز کن. این دفعه اگر منادی الحق همین مرتکه که اونجا نشسته بود و من پیش خودم جایش ندادم، اگر این آمد جوابش بکن. بگو آقا کمیسیون داره. اینها را باید کشت، نابود کرد، چون انگل جامعه هستن. مرتیکه چند تا دونه قافیه میدازده، سرهم میکنه، وسیله گدایی خودش قرار میده. آهسته گفت: هیس مراد، برو ببین پشت در نیست؟ ممکنه گوش وایستاده باشه. مراد رفت، نگاهی در جلوی خان انداخت و برگشت. گفت: نه خیر قربان. حجت الشریعه گفت: استغفرالله. این عهد و زمان مردم نمک نشناس شدن. همه چیز از میان رفته. احترام، از شرف، ناموس.
حاجی آقا گفت آقا این مرتیکه جاسوس خطرناکه، این سرش بوی قرمه سبزی میده. آقا وقتی که آدم از مال پس و از جان آسیس خطرناکه، باید سرش رو زیر آب کرد. بگذارید از مریض خونه که در اومدم این منادی الحق رو میندازمش توی هلوفتونی تا قدر عافیت رو بدونه. تقصیر خودمه که به اینا رو میدم، به سردبیر روزنامه محترم دب اکبر معرفیش کردم. پدر سوخته بیشرف، بی‌ناموس تو روی من پرخاش میکنه، مثل اینکه ارث باباش رو از من میخواد. این دفعه قلم پاش رو میشکنم که بخواد از دم این در رد بشه بیاد تو. حجت الشریعه گفت در حدیث معتبر اومده که زمان ظهور حضرت مطرب و شاعر و دلقک زیاد میشه. شعر و نقاشی و موسیقی و مجسم سازی فعل شیطانی است. حاجی گفت مراد این مرتکه معلوم نیست کجاها سرک میکشه، ممکنه با خودش میکروبات ناخوشی بیاره. سر جاش رو خوب جالو بزن و آهک بریز که بچه ها واگیری نگیرن. مراد گفت به چشم. حاجی ساعتش رو آورد، نگاه کرد به حجت الشریعه، گفت ببخشید اگر مزاحم شدم، کار لازمی با شما داشتم، فرصت سرخاراندن ندارم، نمیگذارن نمدی آفتابی بکنم، از بس که با اینو آن کلنجار رفتم کلافه شدم، میترسم باز بیایند سر خر بشوند. بفرمایید تو اندرون. حجت الشریعه گفت میل میل مبارک است، برای استماع فرمایشات شما حضرت عالی حاضرم. دالان دراز و تاریکی را پیمودند، در حالی که یک سر بند شلوار از پشت حاجی به زمین کشیده می شود. جلو در اندرون صدای های و هوی بچه ها شنیده می شود. حاجی سینه‌اش را صاف کرد و حجت یا الله بلندی گفت و پرده مدخال کثیفی که وصله خورده بود را عقب زد. کیومرث با دختری که سرش را تراشیده و زلف انداخته بود دنبال موشی می‌دویدند که آتش گرفته بود. حاجی به صدای بلند گفت خفشین، لالشین، اگر منو تو هشتی خفه بکنن یا ترور بکنن، توی این خونه کسی نیست که به فریادم برسه. خفشین ذلیل شدا، جوان مرد شدا، با نفت به این گرانی تفریح می‌کنید؟ اگر موش می‌رفت تو زیر زمین خونم آتیش می‌گرفت. صبر کنید بهتان خواهم فهمان. موش آتش گرفته که زغ زغ صدا می کرد رفت توی سوراخ راه آب. بچه ها پراکنده شدند. زنی که بچه کوچکی را لب چاهک سر پا می گرفت و دیگری که رخت می شست با گوشه چادر نماز روی خودشان را گرفتند. همه خاموش شدند. حجت الشریعه باز صرفه کرد. حاجی آقا به طرف چپ پیچید، از دو پله بالا رفت، در اتاقی را باز کرد که تا سقف آن قالی روی هم چیده بود و بوی نفتالین تند در هوا موج می‌زد. یک دستگاه تلفن دو در به دیوار بود. سر بخاری کارت پستال زنهای لخت با یک دعای پنج تن هم آن بالا به دیوار بود. طرف دیگر تصدیق ابتدایی کیومرث را که قاب گرفته بودند و در درگاه آویزان بود، در محوطه تنگی که میان دو گاف صندوق احداث شده بود حاجی آقا ایستاد و حجت الشریعه هم دست به سینه جلوی او منتظر فرمان بود. قیافه حاجی آقا به نظر خسته می آمد، مثل اینکه با خودش حرف می زد. گفت این مرتیکه منادی الحق فکرم رو خراب کرد، تا حالا کسی به من اینجور پرخاش نکرده بود. بیایید روی خوش به مردم نشان بدید، با آنها خوب باشید، آن وقت دو قرط و نیمشان هم باقی است. بعد روی چهارپایی که در آن نزدیکی بود نشست. حجت الشریعه هم روی یکی از گاف صندوق ها نشست و تکیه به بازویش کرد. حاجی آقا صدا زد مراد. مراد از توی حیاط وارد شد. گفت بله قربان. گفت هر کس آمد منو خواست بگو آقا منزل نیست، اگر چایی حاضره دو تا پیاله برامان بیار. حجت الشریعه دستور داد که استکانش نقره باشد. مراد که رفت، حاجی گفت شما همانقدر از طلا و نقره بدتان می آید که از من. امروز حرفهای جدی تری داریم، می خواستم راجع به مطالب بسیار مهمی با شما صحبت کنم.
همینقدر سربسته میگم که موقع بسیار وخیمیه و باید دست به اقداماتی زد. تا حالا از این دو مسافرت که به شمال رفتید و شهرتهایی به نفع ما دادین استفاده های زیادی بردید. البته خدمات شما منظور خواهد شد. خودتان بهتر میدانید که ایران بوی نفت میده. یه جرعه کافیه که آتیش بگیره. برای جلوگیری از این پیش آمد ما محتاج به ملت احمق و مطیع هستیم. اما تشکیل این احزاب و دسته هایی که راه افتاده و دم از آزادی و منافع طبقه کارگر میزنه و زمزمه هایی که شنیده میشه خطرناکه. خطر مرگ داره. نباید گذاشت که پشت مردم باد بخوره و یوغ اسارت رو از گردنشون بردارن و تکانی بخورن. باید دستگاه قدیم رو تقویت کرد. حتی باید به مجسمه های شاه سابق احترام گذاشت. حجت الشریعه گفت بنده کاملا تصدیق میکنم، اما در طی مسافرت اخیر مرتکب چند فعل حرام شدم که پیش وجدان خودم خجلم. خدمتتان عرض بکنم که 3 نفر دهاتی را نزدیک اربیل به دستور مالک تکفیر کردم. 1 نفر از آنها را انقدر زدند که دنده‌اش شکست. 1 دیگری را هم که جرمش بر من واضح نبود تبعید کردم. آن وقت اگر بدانید زن و بچه فقیر آنها هر روز می آمدن دامن عبایم را می بوسیدند و تضرع می کردند و تقاضای عفو. حاجی حرفش را برید. گفت خب باقیش را خواندم. استخوری بی جا 1 نفر 10 نفر 1000 نفر به درک که مردن. من از کلیات حرف می زنم. فردا اگر قدرت افتاد دست همان دهاتی بیچاره که برایش دلسوزی میکنید، آن وقت زن و بچه من و شما باید بره به دست و پای همون دهاتی بیفته و استغاثه بکنه. بله، یعنی اگر قرار بشه که مردم افسار سر خود بشن مثل منادی الحق یا رفیق مزلقانی. کی بود؟ آها یادم اومد، خیزرانی دیگر جای من و شما نیست. تا موقعی که مردم سر به گریبان وحشت آن دنیا و شکیات و سهویات نباشند، در این دنیا مطیع و فرمانبردار نخواهند ماند. آن وقت ماها هم نمیتوانیم به زندگی خودمان برسیم. تا ترس و زجر و عقوبت دنیوی و اخروی در میان نباشه، گمان میکنید میان برای من و شما سر کار میکنن؟ این پنبه را از گوشتون در بیاریم. واضح تر بگم، اگه ما مردم رو از عقوبت آن دنیا نترسانیم و به تحمل شدائد زندگی ترغیب نکنیم و در این دنیا از سرنیزه و مشت و توسری نترسانیم، فردا کلاه ما پس مرک است. اگر پسر من که تازه تکلیف شده زن نداره و من جلوی اون جفت و تاق سیغه میگیرم عقیدش سوس بشه، دیگر به دنیا موش آتش زده نمیدم. نظم و قانون رو به هم میزنه. اگر عمل روزی 10 ساعت جان میکنه و کار میکنه و به نان شب محتاجه و من انبار قالیم تا تاق چیده شده، باید معتقد باشه که تقدیر این بوده. فردا بیا به اینا بگو که همه اینا چرت و پرته، که اون کار کرده و من کار شکنی. اون وقت خر بیا رو با قالی وار کن. دیگه جای زندگی برای من و شما باقی نمیمونه. دیگه کارخونه کشبافی دیانت منافعش رو سر ماه برای ما نمیفرسته. دنیا بلبشو میشه. دستمال رو برداشت و دماغ محکمی گرفت حاجی. گفت مقصودم اینه که لب مطلب را به شما بگم تا چشم و گوشتون باز بشه و دانسته اقدام بکنید. قدیمی ها همه این را میدانستن. پس مردم باید گشنه و محتاج و بی سواد و خرافی بمانند تا مطیع ما باشند. اگر بچه فلان عطار درس خوان، فردا به جمله های من ایراد میگیره و حرف هایی میزنه که من شما نمیفهمید. اون وقت خدا حافظ حاجی آقا و حجت الشریعه. ما باید به جای اون بعدن قوطی کبریت بفروشیم. اگر بچه مشتی تقی علاف با هوش و با استعداد از آب در اومد و بچه من که حاجی زاده است تنبل و احمق بود، وا مصیبت. پس ما به نفع خودمان و برای خودمان اقدام میکنیم. دنیا داره عوض میشه. این همه جنگ و کشتار در اروپا در گرفته بی خود که نیست. برای اینی که مردم چشم و گوششون باز شده، حق خودشون رو میخوان.
در این صورت ما باید مانع پیشرفت مردم اینجا بشیم تا دنیا به کام ما بگرد و وگرنه سپور سرگذر خواهیم شد. خوشبختانه در اینجا زمینه برای ما مساعده. وظیفه ماست که مردم رو احمق نگه داریم تا سر به گریبان خودشون باشن و تو سر هم بزنن. حالا فهمیدین؟ من فردا میرم مریض خونه میخوابم. شاید زیر عمل آب به آب شدم. کسی که از عمرش سند پا به مهر نگرفته. اگر امروز تمام مطالب رو صاف و پوسکنده به شما میگم برای اینکه دانسته عمل بکنیم. سرنوشت من و شما و بچه های ما بسته به این اقدامه. حالا جامعه میخواد درست بشه، میخواد هرگز سیاه هم درست نشه. به من چه؟ به شما چه؟ اجالتاً گاو شیرده ماست و دنیا به کام ما میچرخه. بگذارید ادامه پیدا کنه. همیشه در این آب و خاک دوست ها و قاچاقچی ها هم همه کاره بودن، چون که مقامات صلاحیت دار خارجی این طور صلاح دیدن. شما این رجال و اعیان مملکت رو نمیشناسید. من میدونم زیر دمشون چقدر سسته. مشهدی حسن خرکچی از اونها بهتر چیز سرش میشه، اما به نفع ماست که همین رجال سر کار بمانن. حاجی دوباره گفت اوف اوف. حجت الشریعه گفت در این صورت باید شعائر مذهبی را تقویت کرد. حاجی گفت اشتباه نکنید. ما نمیخواهیم شما بروید و نماز و روزه مردم را درست بکنید. برعکس، ما میخواهیم که به اسم مذهب آدام و رسوب قدیم را رواج بدهید. اما به اشخاص متعصب سینه‌زن و شاخ حسینی و خوشباور احتیاج داریم، نه دیندار مسلمان. باید کاری کرد که برزگر و دهقان خودش را محتاج من و شما بداند و شکر گذار باشد برای اینکه ما به مقصود برسیم، و برای این باید او ناخوش و گشنه و بیسواد و کر و کور بماند و حق خودش را از ما گدایی بکند. باید سلسله مراتب حفظ بشود، وگرنه همه مردم مثل منادی الحق حرف میزنند. من سرتیپ الله وردی را که سرم کلاه گذاشته بود به امثال منادی الحق ترجیح می دهم، چون از خودمانه و منافع مشترک داریم. اما فراموش نکنید که ظاهراً برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد، چون امروز موت شده، اما در باطن باید پدرشان رو درآورد. یک حرفایی است که مد میشه و این حربه ماست. مثلا امروز باید بگیم که علوم و معارف خرابه. رضا شاه هم همین رو میگفت، اما آیا به نفع مردم کار میکرد؟ در عمل باید مانع بشیم و خرابکاری کنیم. هیچ میدونید که ما بیشتر احتیاج به گدا داریم تا گدا به ما؟ چون ما باید تصدیق بدیم، اعانه جمع بکنیم، قصه خوری بکنیم تا نمایش داده باشیم و به علاوه وجدان خودمون رو راحت بکنیم. وگرنه سگ کنار کوچه با گدا پیش من چه فرقی داره؟ در هر صورت مسئولیت مهمی به گردن ماست. نباید در چنین روزی آنها رو به حال خودشان بگذاریم. برای همینی که خیال وکالت به سرم زد. آیا در خور شعر منه؟ نه برای اینکه بهتر اونها رو دهنه بزنم و نه. حجت الشریعه گفت تصدیق بفرمایید که امر بسیار خطیری است، چون در دوره رضاخان عقیده و ایمان مردم را تضعیف کردند و به راه ضلالت منحرف شدند. مراد در این لحظه دو استکان چای آورد. حاجی آقا بلند شد، رفت از توی دولابچه سه حبه قند کوچک آورد. مراد دوباره بیرون رفت. حاجی در حالی که چای دیشلمه را سر می‌کشید گفت بله، شما اشتباه می‌کنید. رضاخان خودش نمی‌دانست چه بکنه. مطابق دستور رفتار میکرد. یعنی اگر در ظاهر کلاه را عوض کرد برای این بود که ممالک همجوار اسلامی رو برنجونه، اما کمک به اتخاذ اسلام میکرد. آسوده باشید، همین اتحاد عرب که زمزمش را افتاد بعد تبدیل به اتحاد اسلام خواهد شد و بعد هم دم ما را توی تله خواهد انداخت. تمام دستگاه اون وقت و اقدامات سیاسی که انجام می گرفت برای مجزا کردن ایران از همسایه‌هاش و از بین بردن اختلاف سنی و شیعه بود. آیا در زمان شاه شهید خدا بیامرز کسی می تونست شرح حال حضرت عمر ابن الخطاب رو در ایران چاپ بکنه؟
اما حالا صلاحی که اقدامات رضاخان را پیرهن عثمان بکنیم و به او فوش بدیم و ناسزا بگیم، برای اینکه بهتر به مقصود برسیم. حجت الشریعه گفت خب از دست بنده چه کاری ساخته است؟ خاطر مبارکتان مبسوق است. آن چند مأموریتی که از طرف حضرت عالی رفتم، کارها کاملا بر وفق مراد انجام گرفت. حاجی گفت انجمن از شما قدردانی خواهد کرد. شاید این سفر وظیفه دشوارتری بر عهده شماست. صاف و پوسکنده به شما خاطر نشان می کنم که فقط به وسیله شیوع خرافات و تولید بلوا به اسم مذهب می توانیم جلوی این جنبش های تازه که از طرف همسایه شمالی به اینجا سرایت کرده را بگیریم. بعد هم یک نره قول برایشان می تراشیم تا این دفعه حسابی پدرشان را در بیاره. این آخرین اسلحه برای ماست. در صورت لزوم ما با اجنه و شیطان هم دست به یکی خواهیم شد تا نگذاریم که وضعیت عوض بشه. عوض شدن جامعه یعنی مرگ ما و امثال ما. پس وظیفه شما رواج دادن غم زدن، سینه زدن، بافورخونه، جنگیری، روزخونی، افتتاح تکیه و حسینی است. تشویق آخوند و چاقوکش و نطخ و نمیدونم موعظه و بر ضد کشف حجاب و این چیزا. باید همیشه این ملت رو به قهقرا برگردونین و متوجه عادات و رسوم 2000 سال پیش بکنیم. سیاست اینطور اقتضا میکنه. آسوده باشید. یکی از این ملت باهوش که از خودش نمیپرسه که چرا جاهای دیگه دنیا همین کارو نکردن. اگر ناخوش میشن جنگیر و دعانویس هست. چرا دوای فرنگی بخورن که جیگرشون داغون بشه؟ چرا چراغ برق بسوزانن که اختراع شیطانی فرنگیه؟ پیسوز روشن بکنن که پولشان توی جیب هم مذهبشون بره. مخصوصا سعی بکنن که در مجامع عمومی و در قهوه خانه ها رسوخ بکنن و به خصوص فراموش نکنید که شهرت هایی بر ضد روس ها بدین. بعد هم سینما، تئاتر، قاشق چنگال، هواپیما، اتومبیل و گرامافون رو تکفیر بکنید. در این قسمت دیگر خودتان استادید. مثل دفعه قبل که شهرت دادید به اینها رادیو که همان خر دجاله که یک چشم به پیشانی داره و از تار سیمی هزاران صدا میده و از این قبیل چیزها. بیدینی زمان رضا شاه را جار بزنید، چادر نماز و چادر سیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در صورت لزوم توضیح بکنید. از معجزه سقاخانه غافل نشد. این دفعه باید توی دهات رخنه بکنیم، چون تو شهرها به قدر کافی دست داریم. همینقدر سربسته به شما میگم که ما تنها نیستیم و دستگاه بزرگی از ما حمایت میکنه. علاوه بر این که دستگاه حاکمه و زور و قشون و قانون از خودمونه. پولدار هر کجا باشه کورکورانه از ما پشتیبانی خواهد کرد، چون پولدار شامه تیزی داره و خطر رو حس میکنه. در این صورت حرف آزادی خواها و انقلابی ها نقش براب میشه. بعد دست کرد چکی از جیب جلیقش در آورد به مبلغ 8200 تومن و به دست حجت الشریعه داد. او گرفت نگاه کرد و چشمهایش برق زد و با دست لرزان آن را در جیب خود گذاشت و گفت خدا سایه حضرت عالی را از سر بنده کم نکنه. حاجی گفت اشتباه نکنید، این پول را انجمن تصویب کرده و باید به مصرف تبلیغات برسه. از این قرار از فردا صبح به طرف ارومیه حرکت میکنید، فهمیدید؟ البته تا ممکنه در مخارج باید صرفه‌جویی کنید و هر وقت پول لازم شد آن را خرج کنید. هر وقت احتیاج پیدا کردید تلگراف رمز بزنید، فوراً بندگی میشه. اما این دفعه صورت حساب را زودتر بفرستید. دیگر خودتان که بهتر می دانید. از مأموریت سابق شما گزارش خوبی رسید و از بس که من از شما تعریف و تمجید کردم حالا طرف اطمینان شدید. هرچند خیال داشتن بکا الزاکرین را به جای شما بفرستند، اما با اصرار و مسئولیت من با فرستادن شما موافقت کردند. ممکنه در آنجا با آخوندهای دیگری بر بخورید که از عراق و بین النهرین حساب آنها جداست و
و موضع رقابت در میان ما نیست. باید با آنها صمیمانه همکاری بکنید، چون مقامات صلاحیت دار اینطور صلاح دیدند. البته خدمات شما بدون اجر نمیمانه. از وضع مردم و تجار بنویسید. پولدارها همه جا طرفدار ما هستند. سعی کنید ابتدا با آنها آشنا بشوید. حاجی انگشتش را به طور تهدیدآمیزی تکان داد. گفت: موقع غفلت نیست. من دستور دادم به محض ورود همه تجار و اعیان شهر به پیشواز شما بیایم. حجت الشریعه گفت: حاجی آقا، بنده نمک پرورده هستم، اجازه بدهید دستتان را ببوسم. حجت الشریعه خم شد، دست کپل پشمالود حاجی را بوسید و ریش و سیبیل زبر خود را با آن مالید. گفت: اجازه بدهید امروز عصر یک مربای شقاقل به حضورتان بیاورم. برای حضرت عالی که از زیر ناخوشایی در میایید بسیار مقوی و خوشمزه است. حاجی گفت: اختیار دارید، من باید از شما تشکر بکنم. در حقیقت شما ثواب جهاد را با کفار میبرید. میدانید نباید راحت نشست. فردا میرم مریض خونه. حالا هر بدی، هر خطایی از ما سرزده حلالمان بکنید، دیگر دنیاست. حجت الشریعه گفت: خدا سایه‌تان را از سر ما کم نکند، خدا چنین روزی را نیاورد، انشالله رفع خواهد شد. بنده دعای مجربی دارم، آن را هم امروز برایتان خواهم آورد. به بازوی چپتان ببندید. مقداری هم تربت عصر می آورم که بسیار مؤثر است. حاجی سرش را تکان داد، گفت: بی اندازه متشکرم. بعد دست کرد ساعتش را در آورد، نگاه کرد و گفت: مراد. مراد وارد شد و دو کارت ویزیت که یکی به اسم علی قلی خیرآبادی و دیگری از صفدر رادیاتور بود به دست حاجی داد و گفت: قربان، این آقایان را جواب کردم. حاجی لحظه‌ای به فکر رو فرو رفت و گفت: خب بهتر، حالا برو آن امانت را از کلب زلف علی بستان و بیار تو همین اتاق، همچین که بچه ها نبینن. مراد بیرون رفت. حجت الشریعه گفت: قربان، بنده را مرخص می فرمایید؟ حاجی آقا گفت: دست خدا به همراهتان، التماس دعا، فردا حرکت می کنید، اینطور نیست؟ گفت: البته البته، سایه مبارک مستدام. حاجی گفت: مرحمت عالی زیاد. حجت الشریعه رفت. حاجی به زحمت بلند شد، چند قدم راه رفت، برگشت، دستمالش را برداشت. دقت کردید که جای آبادی ندارد. دوروبرش را نگاه کرد و دامن عبایش دماغش را گرفت و با خودش گفت: فردا میرم مریض خونه. بعد رفت در یکی از گاوصندوق‌ها را باز کرد و کاغذی در آن گذاشت. در این وقت بند شلوار حاجی به زمین افتاد. حاجی اول ترسید و بعد آن را برداشت و روی گاوصندوق گذاشت. دوباره بلند شد و گوشه یکی از قالی‌ها را دستمالی کرد و زیر لب با خودش حرف زد که در این بین مراد با سینی نان و جگرک وارد شد. حاجی سر غذا نشست و در حالی که روغن و خونابه از چک و چیلش می‌چکید و شقیقه‌هایش به حرکت آمده بود، به مراد گفت: برو از مشرمزون 5 سیر انگور خوب بگیر. حاجی آقا لخت مادرزاد به حالت قبض روح پاهای خود را توی دلش جمع کرده بود و پیشانی خود را روی دو دست خود گذاشته بود. دمرو روی تخت عمل خوابیده بود. فقط لوله دعایی به بازوی چپ او دیده می شد. زیر لب آیت الکرسی می خواند و آب دماغش روی تخت عمل می چکید و از پشت نورافکن قوی موضع ناخوش بدنش را روشن. عده زیادی از رجال و اعیان و بازاری ها با بیتابی در اتاق انتظار و دالان های مریضخانه چشم به راه نتیجه عمل بودند و تلفن پشت تلفن از حاجی احوال پرسی می کردن. بوی الکل سوخته و دواهای ضد عفونی در هوا پراکنده بود. دکتر جانی نوسل حکما که موهای خاکستری و قیافه سیاه چرده اما مؤدبی داشت به طرف قفسه دواره. حاجی دزدکی او را می پایید و دکتر به نظرش شمر زلجوشن می آمد و زندگی و مرگ خود را دست او می دانست.
به همین مناسبت هر بار که دکتر نزدیک تخت می شد، اگر چه می توانست قیافه او را ببیند، اما حاجی زورکی لبخند تملق‌آمیزی می زد. حاجی ملتفت نشد که دکتر جلوی قفسه چه کاری انجام داد، اما دید زن جوان خوشرویی که روپوش سفید به برداشت و تا آن وقت نزدیک تخت بود به طرف چراغ الکلی رفت که در حال سوختن بود. از آنجا که حاجی از وضع جدید خود جلوی زن خجالت میکشید، برای تبرئه خودش شروع به آه و ناله کرد. دکتر نزدیک به تخت شد و سوزنی به لمبر حاجی زد که ابتدا درد شدیدی حس کرد و داد و فریادش بلند شد. دکتر با لحن مطمئنی گفت چیزی نیست، الان تموم میشه. دنباله آن حاجی کرختی و راحتی گوارایی حس کرد که در تن او پخش میشد. دکتر دوباره پهلوی قفسه رفت و برگشت. حاجی فقط آب دزدک را در دست دکتر که دستکش لاستیکی داشت دید. زن جوان نزدیک به تخت شد و نبض حاجی را گرفت. دکتر سوزن دیگری به حاجی داد، ولیکن این بار علاوه بر این که حاجی هیچ دردی حس نکرد، بیحسی گوارا و خوشی به تمام تنش سرایت کرد و بعد از ماها زجر و بیخوابی برای اولین بار در عالم کیف و نشه سیر میکرد. دیگر چیز زیادی ملتفت نشد، فقط کلمات تشویق‌آمیز دکتر را جست گریخته میشنید. باز سایه دست دکتر را جلوی پرتو نورافکن به دیوار مقابل دید که به سوی او آمد و حس کرد که مایه گرمی از موضع ناخوش بدنش سرازیر شد، اما این بار بیحسی او کامل بود و بعد چشمایش از شدت کیف و لذت به هم رفت. یک مرتبه حاجی به نظرش آمد که دراز به دراز توی کفن خوابیده. کسی بازوی او را گرفته بود و تکان می داد و با صدای رسایی می گفت حاجی آقا. حاجی آقا با خودش فکر کرد، گفت بله، اما حس می کرد که با فکرش گفت نه با لبخایش. صدا گفت حاجی آقا بفرما، جایت اینجاست. حاجی ابتدا یک خورد، ناگهان بدون زحمت شد و نشست. دید دو فرشته باوقار و جدی در مقابل او ایستادن و بالهایی مثل بال کبوتر به پشت آنها بود. فرشته دست چپ شبیه گل و بلبل پسر عموی محترم زنش بود و لبخند نمکینی میزد. حاجی اطمینان حاصل کرد و باز در فکرش گفت من در زندگی با مردم خوشرفتاری کردم، همش کار را اندازی کردم، مال کسی را نخوردم، قمارباز و عرق خور نبودم، کسی را نرنجاندم، همه به من میگفتند چه مرد حلیم سلیمی. فرشته جواب داد اختیار داری حاجی آقا؟ حاجی گفت من مرتب خمس و زکاتم را دادم. باز فرشته گفت اختیار داری حاجی آقا؟ حاجی گفت من برای بنده های خدا کارگشایی میکردم، اگر قصوری در نماز و روزم شده وصیت کردم که پولش را به حجت الشریعه بدن تا جبران بشه. فرشته گفت اختیار داری حاجی آقا؟ حاجی گفت من با رولوسیون مخالف بودم و معتقد بودم که باید اولوسیون کرد. باز فرشته گفت اختیار دارید حاجی آقا؟ حاجی گفت همیشه همین تعارف را به من کردند، اما بالاخره باید بدانم که شماها میخواهید منو به کجا ببرید. باز فرشته گفت اختیار دارید حاجی آقا؟ حاجی آقا گفت من درست یادم نیست، اما خیلی کارهای خوب از من سر زده، وجودم منشأ اثر بوده. فرشته گفت درست فکر کن ببینم که چه کار خوبی ازت سر زده. گفت انقدر زیاده که نمیتونم بشمورم. فرشته گفت بله، یک روز زور که آبدو خیار میخوردی مگسی آمد توی آبدو خیارت افتاد، تا آن را در آوردی و از مرگ نجات داد. حاجی آقا که منتظر این جواب نبود فوراً به یاد مختره امشی افتاد که در این صورت گناهانش را از تمام بندگان خدا بیشتر بود و با خودش گفت چه فرشته های شوخی. اما دید که قیافه جدی آنها تغییر نکرد. دوباره فکر کرد، گفت بله، از بس که من در زندگی دل رحیم بودم همیشه زیر پایم را نگاه می کردم تا مورچه ها را لگد نکنم. پس حالا بفرما که حاجی آقا چی بوده اون داستان ها؟ گفت من از شما یک خواهش دارم. فرشته گفت بفرما حاجی آقا.
گفت پیش از اینکه من به بهشت برم میخواستم از خونم بازدید کنم، فقط یه نگاه آخری بکنم و همین. گفت اختیار دارید حاجی آقا. فرشته بالهای ابلقشان را باز کردند و زیر بغل حاجی آقا را گرفتند و مثل حکایت کلیله و دمینه که لاک‌پشت در آن بود در هوا بلند شدند. به یک چشم به هم زدن حاجی جلوی خانه‌اش بود. ملتفت شد، دید که مراد جلوی خیبرآبادی را گرفته، در حالی که خیبرآبادی با چشمی که سالک گوشش را پایین کشیده بود فریاد میزد و میگفت چه خاکی بر سرم بریزم، این مرتیکه دزد شیاد همه اموالم را بالا کشید. اسنادم از بین رفت، یک دستگاه رادیو، دو اتومبیل باری که هنوز پولش را نداده، از کی پس بگیرم؟ پدرم در آمد و شکست شدم. من همین الان باید وصیت‌نامه این مرتیکه بیشرف را ببینم، شاید چیزی نوشته باشد. چه خاکی به سرم بریزم، این ناهاجی منو به خاک سیاه نشان. مراد جواب داد کدام آقا، ترکید ما را راحت کرد، از صبح تا شام کارش دزدی و کلاهبرداری بود. ما از وقتی که تنبان پایمان کردیم همچین آفتی ندیده بودیم، به درک واصل شد، آتش از گورش ببارد. برو پیش ملک دوزخ از حاجی شکایت کن. حاجی پرخاش کرد، گفت مرتیکه قرمساق، اگه دوره شاه شهید بود پدری ازت در می آوردم که یا قدوس بکشی. به من؟ اما ملتفت شد که مراد نه او را می دید و نه حرفش را می شنید. به حالت شرمنده رو کرد به فرشته ها و فکر کرد که بریم تو. در هشتی خانهش دید که آقا کوچیک و کیومرس با منادی الحق و خیزران نژاد و دوام الوزاره جلوی سفره نشسته و مشغول آسبازی هستند. پسرهایش که باخته بودند چکهای کلانی می کشیدند و به آنها می دادند. حاجی جلوی چشمش سیاهی رفت و فریاد زد تخم سگها چه کار می کنید؟ پولهایی که من با عرق یمین و جبین اندوختم به این بیشرفها می بازید؟ الان میدم. پی برد که آنها هم نه او را دیدند و نه حرفش را شنیدند، در حالی که فرشته ها به دنبالش بودند از دالان گذشت. دم پرده ی حیاط سینه‌اش را صاف کرد. همین که وارد شد دید دم و دستگاه غریبی برپاست. همه زنهایش بسمه کشیده و بزک کرده دور حوض نشسته بودند. انیساغا و محلقا با ته آب پاش رنگ گرفته بودند. محترم و اقدس دست می زدند و به قدری هیاهو می کردند که همسایه ها روی پشت بام به تماشا آمده بودند. آن وقت آن میان منیر زن سوگلیش چادر نماز گلبهی را به کمرش گره زده بود، چوبی در دست داشت و گشاده گشاده را می رفت. قل گردن می آمد و با چشمهای خوشحالتش که دل حاجی را رو بوده بود چشمک می زد و می خوند شوبرم تریاکیه مثل کرم خاکیه، شب که می یاد به خونه از من می گیره بونه، باد تو هونگ نکوفتی زیر سیبیلم نروفتی. آنهای دیگر می خندیدند و بشکن می زدن. حاجی آقا از جا در رفت و گفت زنی که بی حیای سوزمانی، خفه شو، لال شو، آبرومو پیش در همسایه به باد دادی، پدر سوخته ها، سلیته ها، یالا از خونه من برید، گورتونو گم کنید، برید. جوش و جلای او بیهوده بود، به علاوه آبرویش جلوی فرشته ها ریخت. برگشت و به اونها گفت بریم، ببخشید اگر بی خود به شما اذیت دادم. فرشته ها با هم گفتند چه شخص حلیمی، چه آدم سلیمی. بعد او را برداشتند و اوج گرفتند، به یک چشم هم زدن حاجی را جلوی قصر با شکوهی به زمین گذاشتند که در میان یک باغ درندشت بنا شده بود و مرغان خوش الحان، خوش خط و خال روی شاخسار آوازهای دلنواز می‌خواندند. حاجی آقا کمرش را راست کرد، اول دنبال عصا و دستمال و تسبیحش گشت، اما هیچ کدام را پیدا نکرد چون یک کفن بیشتر به تنش نبود. ولیکن تعجب داشت که نه اثری از ناخوشی بود و نه خستگی و نه گرسنگی حس می کرد و هیچ احتیاجی نداشت.
چون با تمام تنش نفس میکشید و عطر و عبیر هوا در تمام تنش نفوذ میکرد و لذت میبخشید. نگاهی به قصر انداخت. دید از یک پارچه زبرجد درست شده و پله های با شکوهی با تزئینات و کاشیکاری داشت. به فواره های آب و گل و گیاه شگفت آور آنجا که شبیه نقش روی قلاب دوزی و قالی بود خیره نگاه میکرد. یک مرتبه ملتفت شد که فرشته‌ها را منتظر گذاشته. راه پله جلوی خود را گرفت و به چالاکی و بدون زحمت بالا رفت و وارد دالان سرسرا شد. همین که خواست از پله‌های اول بالا برود، ناگهان فرشته‌ها جلوی او را گرفتند و به اتاق دربار راهنمایش کردند که دم در بزرگ واقع شده بود. فرشته دست چپی گفت: تو دربان این قصری، همینجا بشین. حاجی توی لک رفت اما نفس راحتی کشید و روی چارپایی که آنجا بود نشست. یک مرتبه ملتفت شد که فرشته ها ناپدید شده و او را یکی و تنها گذاشتن. نگاه کرد و دید پله ها از مرمر شفاف بسیار گرانبهایی بودند و نرده آنها از طلا و چوب آبنوس و جواهرات گوناگون درست شده بود. از نزدیکی به این همه تجمل و ثروت اطمینان حاصل نمود. ناگهان دید ساعت بزرگی که به دیوار بود شروع به زنگ زدن کرد. ولی روی صفحه آن به قدری شلوغ بود مثل اینکه برای زمان لایتناهی درست شده و از این قرار او نمیتوانست زمان را تشخیص بده. یک مرتبه حاجی آقا دید که گروه انبوهی فرشته و حوری و غلامان با لباسهای با شکوه و زیبا روی پله ها را گرفته و می لغزند و بالا می روند. در میان آنها فرشته دست چپ را شناخت. اشاره کرد. جلو آمد و پرسید: این قصر کیه؟ فرشته گفت: قصر مادمازل حلیمه خاتون. حاجی با تعجب پرسید: حلیمه خاتون؟ فرشته گفت: بله، زن سابق حاجی ابوترا. اگرچه گناهکار بود اما به قدری در خانه این مرد زجر کشید که دهکش شد و حالا در این دنیا صاحب این قصر شده. حاجی آقا لبش را گزید و پرسید: خب اینها همه کنیزها و غلامهایش هستند؟ گفت: نخیر، مادمازل حلیمه امشب پارتی پوکر و رقص داره. اینها مدعوین محترم هستند. چون زن بسیار متجدد و مفرحی است همیشه از این مهمانی ها میگیرد. بعد میان جمعیت ناپدید شد. حاجی آقا دوباره نشست و به فکر فرو رفت. صدای ساز و آواز بسیار لطیفی بلند شد. برق جواهرات و چراغ‌های راه پله چشم‌های حاجی را می‌زد. مدتی به حال خودش حیران بود و چیزی دستگیرش نمی شد. هیچ دردی حس نمی کرد. هیچ احتیاجی نداشت. می ترسید اگر بلند شود و گردش بکند مسئولیتی به وجود بیاید. چرتش گرفت. اما در همین موقع ساعت دیواری دوباره زنگ زد. چرت حاجی پاره شد و دید سیل مهمانان شروع به پایین آمدن کرد. حاجی آقا در میان جمعیت ناگهان حلیمه خاتون زن سابق خودش را شناخت که مثل ماه شب 14 لباس سیاه مجللی بر تن داشت. با یک دست دسته عینک یک چشمیش را گرفته بود که به چشمش می‌گذاشت و بر می‌داشت و دست دیگرش باد بزنی از آج و پر بلند سفید بود که با کرشمه و ناز خودش آن را باد می‌زد و با مهمانان می‌خندید و گرم صحبت و خدافظی بود. حاجی آقا میان این همه شکوه و جلال و لباس‌های فاخر از کفن راستی که بر تنش بود شرمنده شد. همین که حلیمه خاتون به پله آخر رسید، عینک را به طرف چشمش برد و متوجه حاجی آقا شد. صورتش را در هم کشید و به فرشته دست چپ که نزدیک او بود گفت: این حاجی آقاست. و آن را نشان داد و پرسید: این اینجا چیکار می‌کند؟ این کیست؟ فرشته گفت: دربان تازه است. حاجی آقا تعظیم آبداری کرد و با لبخند گفت: بنده کمترین درگاه حاجی ابوتراب هستم. حلیمه با بیتابی به فرشته گفت: این مرتکه قرمساق را بنداز بیرون. از شدت استراب چشمهای حاجی باز شد و دید روی تخت خواب در یکی از اتاقهای مریضخانه خوابیده.
زبیده زنش پهلوی تخت نشسته و طرف دیگرش دختر سفید پوش اتاق عمل نبضش را گرفته است. زبیده لبخند زد و گفت الحمدلله که به خیر گذشت. حاجی آقا، چشم شیطان کور از خطر جستید، دیگر تمام شد. بعد رویش را کرد به طرف در و به کسی که آنجا بود گفت برو مژده به آقایان بده که حاجی به هوش آمد. حاجی با صدای خفی گفت خودم می دانستم. گفتند آقایان وزرا، وکلا و سفرای مختار تو اتاق انتظارند. آقای دوام الوزاره هم این میوه خوری طلا را برای شما فرستادن. حاجی گفت طلاست؟ گفت بله، مغزش طلاست، یعنی تا مغزش هم طلاست. گفت بده دست بزنم، وزنش زیاده. گفت بد نیست، ای نیمنی میشه. لبخند محوی روی لبهای حاجی نشست، مثل اینکه میخواست از رفقای مهربانش اظهار قدردانی بکند و منتی به گردن آنها بگذارد. گفت راحت شدم، دیگر هیچ دردی ندارم. آنها گفتند چی بهتر از این، ما جانمان به دلمان رسید، شما را بگو که انقدر از عمل میترسیدی. حاجی گفت نمیدانی چه دیدم، آن دنیا را دیدم. یکی گفت چه حرف ها میزنید؟ بعد کنجکاوانه پرسید خب چه دیدید؟ حاجی گفت من همش از آن دنیا میترسیدم، با خودم میگفتم نکنه که دوزخی باشه، اما حالا دلم آرام شده. میدانی چه کاره هستم؟ گفتن نه. هیچی، این دنیا قابچی در خونه شماها بودم، اون دنیا قابچی قصر مادمازل حلیمه خاتون هستم. خب دوستان، این بود داستان پرمعنا و زیبای حاجی آقا نوشته ی صادق هدایت. بسیار ممنونیم از این که بیننده کانال خودتون هستین. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید اونها رو ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید و بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.